بسیار. با سلام و احترام فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از طریق اتاق زوم و همچنین یوتیوب و همچنین رادیو بشریت به صورت زنده دنبال می‌کنند. دوستان میتونن گزارش جلسات رو توی یوتیوب هم دنبال بکنن در آینده. جلسه کمیته پژوهش، جلسه هماندیشی کمیته پژوهش کانون دفاع از حقوق بشر در ایران رو امروز در تاریخ 6 دسامبر سال 2022 مصادف با 15 آذر ماه 1401 رأس ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی آغاز بود. جلسه به صورت هماندیشیه و در ابتدا باید خدمت همه بزرگواران عرض کنم که کامل شما میتونید نظرات خودتون رو بیان کنید و تریبون آزاده که اصلا کلن جلسه با مشارکت و همفکری تمامی شما عزیزانه که پیش میره. موضوع جلسه حق اعتراض، هویت مشترک و آینده اعتراضاته که مربوط به که از بعد سطح آگاهی و ساختار زبانی با حضور مهمان ارجمندمون سکا خانم دکتر رها ثابت سروستانی به پیش میبریم این جلسه رو. در واقع این جلسه جلسه دوم هست، یعنی بخش دوم هست. یک جلسه پیشتر داشتیم با این موضوع اما متاسفانه حالا وقت جلسه اجازه نداد که تمام صحبت ها پیش کشیده بشه و ادامه صحبت ها رو توی این جلسه داریم. خانم سروستانی در خدمت شما هستیم با ارائه مقدمه ای. البته میخواستم وسط کلامتون قبلش عرض بکنم من یک سوال از قبل دارم. اگر فکر میکنید شما میخواید مقدمتون ارائه بفرمایید، شما مقدمتون ارائه بفرمایید، وگرنه من سوالی که از جلسه قبل همچنان توی ذهنم مونده رو خدمتون مطرح کنم. بسیار عالی، خیلی ممنون. کدومه؟ شما الان مقدمه رو ارائه میدید یا؟ بله، من فکر میکنم که شاید بعضی از دوستان برای اولین بار تشریف میارن یا شاید هنوز قبلی رو نشنیدن. ما یک خلاصه بگیم و ادامه برنامه امروز که درباره همون ساختارهای زبانی و الگوهای فکری هست رو هم ادامه بدیم و بعد به طور طبیعی شما سوالتون و بقیه دوستان سوالتشون رو بگن و در جمع صحبت کن اگر موافق هستید. خیلی هم عالی، ممنون، تشکر، در خدمتتون هستم. خب طبق روال همیشه برای این گفتمان ها یک در واقع یک چارچوبی باز میشه، یک بستری برای گفتمان باز میشه با یه سری از توضیحاتی که اکثرا بعد جامعه شناختی و سیاسی داره و بعد سعی میکنیم که با همدیگه در ادامه با توجه به مسئله خیزشی که در ایران هست و آیندهی که برای ایران در نظر سعی میکنیم تصور بکنیم اون رو از جوانب مختلف نگاه کنیم. این متدی هستش یا شیوهی هستش که در این جمع ها داشتیم. دفعه گذشته ما درباره این موضوع صحبت کردیم که روایت مشترکی در ایران در حال رقم خوردن هست و شکل گیری هست که به یک باره نبوده بلکه در بستر تاریخی بعد از انقلاب اسلامی به تدریج به وسیله زنان و مردانی که به نوعی در تمام این سالها دادخواهی می کردن و برای به وجود آوردن جامعه دموکرات‌تر و آزادی، جامعه که درش آزادی بیان و اندیشه وجود داشته باشه تلاش کردن، در حدود 80 روز گذشته به جای رسیدیم که مردمان خیلی زیادی، تعداد خیلی بیشتری از مردم ایران در واقع پیوستن به ساختن این روایت مشترک برای ایجاد تغییرات بنیادینی در ایران. زمانی که از این روایت مشترک صحبت میکنیم یعنی به نوعی داریم در واقع هایلایت میکنیم نکات مثبت و برجسته این خیزش رو که از جمله یکیش به وجود آوردن یک هویت مشترک به وجود در حال به وجود آمدن یک هویت مشترکی در ایران هستیم که همونطور که دفعه پیش هم صحبت کردیم شاید از ابتدا این بود که افرادی که میخواستن با همدیگه یک تغییری رو به وجود، تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی رو به وجود بیارن، کم کم در کنار خودشون این
هویت مشترک رو در پذیرفتن صداهای متفاوتی از گروه‌های سنی مختلف، احزاب سیاسی مختلف، اقوام مختلف در ایران و اقلیت‌های مذهبی مختلف هم نگاه کردند. به هر حال این هویت مشترکی که ایرانیان در این 80 روز گذشته اون رو با همدیگه ساختن و در واقع دارن روز به روز اون رو پرورش میدن، یک دستاورد بزرگ و عظیمی هست. هرچند که خیلی نزدیک به این شرایط هستیم و نمیتونیم به طور واضح اون رو بررسی کنیم، ولی به هر حال منکر این نیستیم که این اتفاق داره میفته و هر کدوم از ما میتونیم سهمی داشته باشیم در روشن شدن اون. اما این روایت مشترکی که داره نوشته میشه و در بطن اون یا در مرکز اون این هویت مشترک هست که همه ما انسانهایی که چه در داخل ایران و چه در خارج ایران هستیم، مایل هستیم که تغییراتی رو، تحولاتی، نه فقط تغییرات بلکه تحولاتی در ساختارها و نظامهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تعلیم و تربیتی در ایران به وجود بیاریم. در واقع همونطور که دفعه پیشم صحبت کردیم، نمیخوایم فقط به صورت خطوط موازی در کنار همدیگه باشیم که در واقع محترمانه صدای همدیگه رو میشنون یا اینکه اجازه میدن که افراد مطالبشون رو میگن، بلکه منتظر این هستیم یا دنبال این هستیم که ببینیم ما تا چه اندازه آماده هستیم که چیز جدیدی خلق کنیم، یعنی یک نظم جدیدی برای یک انسجام جدید، یک انسجام اجتماعی جدیدی که بتونه ساختارها و نظم جدیدی برای روابط سیاسی و اقتصادی در جامعه هست رو رقم بزنه. باز دوباره ما دفعه گذشته درباره این موضوع صحبت کردیم که این در واقع انسجام اجتماعی نمیتونه فقط یه سری بردهای سیاسی داشته باشه یا یه سری اهداف اقتصادی داشته باشه، بلکه چیزی باز هم فراتر از این هست، یعنی به نوعی به ارزش‌ها و آداب و سنت‌های نگاه می‌کنه که به نوعی ساختارهای فکری و الگوهای رفتاری مردم رو چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران در واقع داره شکل میده. این به این معنا هستش که شاید ما لازم باشه برای به وجود آوردن این تحولات برخی از این ارزش ها رو بازنگری بکنیم، برخی از این سنت ها و روش های کتاب ها یا باورهایی که داشتیم رو درش تجدید نظر بکنیم، یک انعطاف پذیری داشته باشیم در این که بعضی از اونها رو متواضعانه کنار بگذاریم و برخی از اونها رو در واقع گسترشش بدیم و بعد ببینیم تا چه اندازه هم آماده هستیم که بر اساس نیازهای امروز زمان خودمون در واقع برخی از مفاهیم و ارزش‌های جدیدی رو هم به گفتمان خودمون اضافه کنیم. به همین دلیل برنامه امروز درباره سطح آگاهی و ساختار زبانی هست. به این دلیل که به لحاظ علمی اون ساختارهای زبانی با الگوهای فکری رابطه تنگاتنگ و نزدیکی داره. وقتی که از ساختارهای زبانی صحبت می‌کنیم، منظورمون این هستش که افراد چطور الگوهای رفتاری و اخلاقی خودشون رو با در واقع جملاتی که میگن یا عباراتی که بیان می‌کنن اونها رو تعریف می‌کنن و در واقع با همدیگه یا با یک فرهنگی با فرهنگ دیگه در واقع گفتگو میکنی یا یک سیاستی با سیاست دیگه. در این ساختارهای زبانی وقتی که در این ساختارهای زبانی که در حال حاضر در بین فقط توی همین چند روز اگر نگاه کنیم در بین افرادی که به نوعی در حال مطالبه گری هستن دیده میشه، علاوه بر این که یک تغییر بنیادینی در افکار و خواسته های افراد دیده میشه که که حقیقتا قابل ستایش هست، همونطور که دفعه پیش هم گفته شد به نوعی در واقع عبارت ها یا مفاهیمی هم دیده میشه که به نوعی نمیتونه جزو اون نیروهایی باشه که سازنده هست.
به این ترتیب که مثلا دفعه پیش ما صحبت کردیم که چطوره که اگر ما از یادم نمیاد کنه میگه از دوستان، ولی این در گفتمان گروهمون شکل گرفته که چطوره که اگر ما از عدالت و شنیدن صدای همه صحبت میکنیم، در واقع دایره ی حاکمیت رو از این موضوع کنار بگذاریم و نخواهیم که در واقع صدای اونها هم شنیده بشه. یا یکی دیگه از دوستان اشاره کردن به این که اگر در یک در واقع ساختار اجتماعی تعریف میکنیم برای زمانی که گذر میکنیم از این مرحله‌ای که در حال حاضر درش هستیم، چطوری اون قوانین و قوانین و مسببه هایی که داره تأسیس میشه عادلانه افرادی که کلمه فساد کار شاید خیلی جالبی نیست ولی به نوعی در این سرکوب نقش داشتن یا در رفتارهای ظالمانه کردن یا به نوعی اقتصاد ناکارآمدی رو تدبیر کرده بودن، در اون ساختار اجتماعی به وسیله اون قوانین عادلانه مجازات بشن، یعنی مجازات به نوعی متناسب باشه با اون رفتاری که اون فرد انجام داده. بنابراین یک کوچک دیگر من اشاره میکنم و بعد جمع رو باز میکنیم به سمت همه، این که ما در برای اینکه بتونیم یک ساختار، همونطور که دفعه پیش هم صحبت شد، یک ساختار زبانی متناسبی رو با اون به وجود بیاریم که متناسب باشه با اون الگوهای رفتاری، نمیتونیم فاکتور در واقع توانمندی و آموزش رو در زمان حاضر نادیده بگیریم. به این ترتیب که بستری مثل همین گفتمانهایی که در حال حاضر هست به نوعی به افراد اجازه میده که سطح آگاهی خودشون رو نسبت به مسائل بالاتر ببرن و این در حالی اتفاق میفته که افراد متوجه این باشن که تحولات عمیق زمانی صورت میگیره که سطح آگاهی افراد برای تجزیه و تحلیل وقایع بالا رفته باشه، وگرنه به صورت سطحی تغییراتی اتفاق میفته ولی تحولات عمیق همچنان در اون لایه‌های زیرین باقی میمونه و به نوبه خودش دوباره بعد از چند سال سر بالا میاره و دو مرتبه همین داستان در واقع اعتراض و به تبعش گروه حاکمیت سرکوب رو احتمالاً شاید در پیش بگیرن. اگر در این میانه گذر از چیزی که الان وجود داریم به نظامی که میخواییم برسیم، به تحولاتی که میخواییم برسیم، فاکتور آموزش و بالا بردن سطح آگاهی نادیده گرفته بشه. این خیلی مختصر چارچوبی هستش که بیان کردم، ولی بازم یه موضوع خیلی کوچک دیگه هم اضافه میکنم و بعد میریم. موضوعی که دفعه پیشم خیلی کوتاه بهش اشاره شد ولی امروز شاید بیشتر بهش میرسیم، این که در ساختارهای زبانی که داریم، اگر که به دنبال عدالت، تعریف جدیدی از عدالت، قدرت، برابری، امنیت و آزادی هستیم، بنابراین ساختارهای فکری که شکل دهنده چنین ادبیاتی هستند باید به نوعی نگاه پدرمعابانه و نگاه دو دستگی در جامعه، یعنی ما و دیگران، رو از بین ببره. وقتی که از واقع گرایانه بودن صحبت میکنیم و تجزیه تحلیل وقایع، چه از ابعاد سیاسیش، چه بعد اجتماعی و اقتصادیش، به نظرمون نمیرسه که داریم یک اوتوپیایی میسازیم که غیر قابل دسترسیه. داریم توانایی هایی که در حال حاضر داریم رو نگاه میکنیم، تجاربی که پشت سرمون بوده رو نگاه میکنیم و سعی میکنیم توانایی هایی رو بسازیم یا توانمندی هایی رو به وجود بیاریم پله به پله که ما رو بتونه به اون تحول اساسی که میخواییم برسونه. و این یک شیوه واقع گرایانه به ایجاد تحول تغییر است. در خدمت دوستان هستیم و بعد من در ادامه بقیه مطالبی که تهیه شده رو در اگر لازم باشه اونها هم در خدمتتون میدم، در صورت که دوستان مطرحش میکنن که بعدها.
ممنون خانم دکتر. من حالا سوال خودم رو مطرح میکنم. از جلسه قبل راجع به کلن هویت مشترک داریم صحبت میکنیم، اتفاقا شما یه چند تا از موارد رو گفتید، اما حالا مسائل اقتصادی بود، عدالت خواهی بود یا آزادی خواهی، این هویت مشترک من میخواستم ازتون بپرسم از چه جنسیه؟ واقعا مردم خب الان یک چیزی بین مردم جمع شده، یعنی مردم رو دور هم جمع کرده یک هدف، و حالا من همه اینها رو که نگاه میکنم میبینم که مردم مانع اصلیش رو جمهوری اسلامی میبینن و میگن خب ما باید این مانع اصلی رو برداریم. بعد از یک طرف این موضوع باعث شده که دقیقا همونطوری که گفتید و توی جلسه قبل هم در واقع دوباره مطرح شد، این که مردم در حال حاضر چشمشون رو روی آگاهی های دیگه دارن میبندن و میگن صرفا هدف ما برداشتن جمهوری اسلامیه، در حالی که من هم دقیقا اون جای خالیش رو قشنگ دارم حس میکنم. الان تمام تمرکزها روی این موضوعه، اما میگم که این جای خالی شاید از اینجا نشأت میگیره که ما هنوز نمیدونیم اون هویت مشترک، اون هدفی که اون مردم رو دور هم جمع کرده از چه جنسیه؟ مسائل اقتصادی، دموکراسی خواهی، آزادی خواهی، عدالت خواهی که حالا باز یه مقداری میتونه بره به سمت گرایش های چپ و الی آخر. من دوست داشتم اگر امکانش هست راجع به این مسئله یه توضیح بفرمایید. ممنونم. خیلی عالیه. البته سعی میکنیم دوستان دیگه هم باز کنن و اونا هم صحبت کنن، منتها یه مطلبی که هست که منم اضافه میکنم به سوال شما، یه توضیح کوتاهه ولی شاید سوال روی کمی دامنش رو وسیع تر میکنه، اینه که شاید الان وقتی از سطح بالا بردن، سطح عدم بالا بردن، یعنی خیلی کم به این موضوع پرداخت نمیشه صحبت میکنیم، به دلیل این هستش که ما تعریف هایی که از این مفاهیم داریم، یعنی دموکراسی، آزادی و حق طلبی، عدالت، همه این مفاهیمی که داریم صحبت میکنیم واقعا مفاهیمش برامون تو ذهنمون روشن نیست. یعنی نمیدونیم وقتی میگیم عدالت از عدالت توزیعی صحبت میکنیم یا عدالتی که قانون میگه یا عدالتی که ریشه های اخلاقی داره یا هر ستای اینا یا هیچ کدوم از اینا یه چیز دیگه، یه مفهوم دیگه. اگه از فرض کنید مفهوم آزادی صحبت میکنیم، باز دوباره همینه، به قول شما آزادی که کمونیستا تعریف میکنن یا آزادی که در واقع گروه های اخلاق مدار مذهبیون مطرح میکنن یا فلاسفه مطرح میکنن یا آکادمیا، به هر حال قضیه این هستش که به خاطر همین برنامه امروز درباره ساختار زبانی و سطح آگاهی هست، به دلیل اینکه ما تا چقدر وقتی از هر گونه وزن صحبت میکنیم درباره چه مفاهیمی داریم صحبت میکنیم و اگه بخوایم این مفاهیم رو بسازیم چه منابع دانشی موجود هست که میتونیم ازش صحبت کنیم. اتفاقی که داره میفته که ارزشمند هست و قابل ستایش اینه که مردم میخوان تغییر به وجود بیارن، ولی چه تلاشی داریم میکنیم برای اینکه این تغییر رو به وجود بیاریم؟ یعنی تلاشی که میکنیم درسته که با گرد آمدن توی تجمعاتی هستش که اتفاق میفته یا اعتصاب‌ها یا این گفتمان‌ها یا هر چیزی، ولی آیا واقعا اینها اون مفاهیم رو شکل میده در ذهن همه ما؟ و به قول شما آیا وقتی از هویت مشترک صحبت میکنیم به معنای این وحدت بینشی که در خصوص این مفاهیم که ساختارهایی که چی میگن تار و پودهای اون جامعه آینده ایران رو میسازه، آیا واقعا برای اینها تعریفی موجود هست و اگر میخوایم به دست بیاریم کجاست، چجوری میشه به دست آورد؟ و سوال اولی که عرض کردم، تا چه اندازه ما حاضر هستیم شیوه نوینی در تفکر و الگوهای افکاری خودمون و رفتاری خودمون خلق بکنیم؟ ما هنوز هم به دنبال این هستیم که اون چی که هستیم رو با خودمون حمل کنیم به سمت نظام جدید، ولی حالا مثلا با دادن هزینه های خیلی گرون و که واقعا به قیمت جان بسیاری از افراد یا از دست رفتن چشمشون یا همه چیزایی که داریم میشنویم و میبینیم به چشممون، یا اینکه نه حاضریم در کنارش چیزهای دیگه رو هم یاد بگیریم. بنابراین وقتی از هویت مشترک صحبت میکنیم از بنیادی ترین نقاط مشترکی که میتونه در درون همه ما به عنوان انسان
دیده بشه صحبت میکنیم. یعنی تا چه اندازه توانایی های عقلانی ما برای ساختن تعاریفی از این مفاهیم تقویت میشه، تا چه اندازه دانش در دسترس ما قرار میگیره برای اینکه بتونیم الگوهای فکری رو به وجود بیاریم که بتونه تحولات سیاسی در به معنای اینکه روابطی که در درون خود جامعه ایران هست و روابطی که جامعه ایران با جامعه بزرگترش یعنی جامعه خارجترش داره، روابط خارجش منظورم هست، میتونه تعریف بکنه. اینا به قول شما و به نظرم بسیاری از دوستانی که اینجا هستن یا کسانی که حتی ممکنه اینجا نیستن واقعا هنوز مورد بحث قرار نگرفته و نکات مهم هست، اما در واقع پلتفرم باز هست برای دوستان تا صحبت کنن و نظراتشون رو در میان بگذارن، مخصوصا کسانی که از خود ایران شرکت میکنن و در جریان این اتفاقات هستن خیلی از نزدیکتر. بله، من حالا در ادامه صحبت شما، دوستان هر کسی که صحبتی داره کافیه دستشو بلند بکنه توی برنامه زوم که دیگه نوبت رو بهشون بدیم که صحبتشون بکنن، حالا یا نظرشون رو اعلام بکنن یا سوالشون رو مطرح بکنن. این که حالا باز الان چون دستی بالا نیست، من در ادامه صحبتهای خودتون خانم ثابت میخوام بپرسم که این موضوع دقیقاً تا به حال پیش گرفته نشده، یعنی این ساختار زبانی تا به حال اصلا کلن بهش پرداخته نشده که چه تعاریف بخواد کامل به قول معروف دقیق بخوان باشن، اینکه اون ساختار زبانی دقیقا با اون طرز فکر با اون گرایش فکری کاملا همخوانی داشته باشن. آیا تا به حال اتفاق نیفتاده و یا حالا این اتفاق نیفتاده جامعه تا به حال نیازش رو ندیده، یعنی هیچ وقت جامعه به اون سمت نرفته و الان این موضوع مطرح شده، این موضوعی که الان جز نگرانی های همه هست که ساختار بعد از خیزش چه اتفاقی میخواد بیفته. البته من این را هم اضافه کنم، من در ادامه صحبت های جلسه قبلی حتی موافق این موضوع هستم که این موضوع صرفا برای بعد از برای پیروزی خیزش نیست، چرا که برای پیشبرد خود خیزش هم هست، چرا که خیلی ها تکلیفشون مشخص نیست برای اون، به قول معروف همه هنوز همراه نیستن و دقیقا توی جلسه قبل راجع به قشر خاکستری صحبت کردیم و این موضوع رو مطرح کردیم که خیلی وقتا قشر خاکستری به خاطر روشن نبودن یک سری مفاهیم و ساختارهای زبانی و در واقع گرایش ها هنوز به این خیزش نپیوستن. حالا من میخوام اینو در واقع باز هم دارم، حالا من دوست دارم بقیه دوستان هم شرکت بکنن حتما توی بحثمون، اینکه نظراتشون رو بیان بکنن، اینکه آیا تا به حال این مسائل هیچ وقت مطرح نشده بود؟ آیا الان فقط داره مطرح میشه که اینجور همه به قول معروف به هول و بلا افتادن؟ الان خیلی از کسانی که خودشون رو اپوزیسیون مینامن بیشتر الان روی همین مسائل تمرکز کردن، البته بماند که یه عده‌ای هم باز همچنان روی اون مسئله این که فقط حواسمون به پیروزی این خیزش باشه حالا روی اون مسئله تمرکز کردن. اما ببخشید من وسط کلامتون یه موضوع دیگر رو هم عرض بکنم، بسیاری از چیزهایی که من احساس میکنم باعث عدم تشکیل ائتلاف یا اتحاد بین اپوزیسیون ها میشه در واقع همین مسائله، هنوز تکلیفشون با اون گرایش فکریشون هنوز تکلیفشون روشن نیست، هنوز یعنی شاید تا یه حدودی انتظار هنوز تعریفشون از دموکراسی روشن نیست. ببخشید من حالا عرض میکنم، دوستان وسط صحبت من دستتون بلند کنید، حتما بیاین وسط، خیلی مشتاقم بشنوم. اما از یه طرف دقیقا یک بحثی جلسه پیشین اتفاق افتاد، اون هم این بود که میگفتن که دموکرات ها نمیتونن، حالا الان خانم ثابت هم دوباره اشاره کردن، دموکرات ها نمیتونن غیر دموکرات ها رو توی نظرسنجی های خودشون بپذیرن، در حالی که من به شخص معتقدم
دموکراسی یعنی اینکه غیر دموکرات رو هم بیاری. غیر دموکرات نمیتونه دموکرات رو توی خودش حل بکنه، اما به نظر من دموکرات جز خاصیت هاشه حتی اون کسی که داره غیر دموکرات فکر میکنه هم به نظرش گوش کنه و در واقع باز هم بیاد به نظر جمعی، بیاد سراغ نظر جمعیت، نظر اکثریت. که حالا دموکراسی، البته دموکراسی باز پیش از دموکراسی من معتقدم یک اولویت دیگه ای وجود داره به نام حقوق. اول باید اون رعایت بشه بعد بیاد سراغ دموکراسی، که اون دیکتاتوری اکثریت به اقلیت اتفاق نیفته. اما این دموکرات ها باز حتی اون غیر دموکرات ها رو خیلی وقتا الان بر نمیتابن، اونهایی که ادعای دموکراسی میکنن. این به خاطر اینه که باز همونطوری که خانم ثابت فرمودن، و به این دلیله که تعریف نشده اون دموکراسی دقیقاً به اون شکل بر اساس اون ساختار زبانی تعریف نشده، با اون گرایش فکری دقیقاً تعریف نشده. همونطوری که باز هم من یه مثال میگم، ما یه کلمه چپ رو به کار میبریم، این چپ آقای آلهمود اتفاقاً جلسه قبل چیز جالبی فرمودن، این چپگرایی میتونه کمونیست افراطی یا چپ افراطی باشه، میتونه سوسیالیستی هم باشه. چپ افراطی که یک سری کشورهایی مثل چین یا ونزوئلا یا کوبا رو تعریف کرده، یا نه یک چپ کاملا معتدل که یک ترکیبی به راست، یک گرایشی به راست هم داره، مثل بسیاری از کشورهای اروپایی که در واقع کشورهای سوسیالیستی هستن. باز هم دوباره وقتی میایم توی ساختار صحبت‌های بقیه دوستان توی جلسات مختلف نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که حتی به همدیگه انگ چپ بودن رو می‌زنن، در حالی که اصلا معلوم نیست کدوم چپ. دقیقاً آقای آلهمود گفتن من یه چپم، اما نه اون چپی که خیلی‌ها تعریف می‌کنن. من چپم بر این اساسه. و جالب اینجاست آقای، من حالا دارم یه مروری هم میکنم، آقای رائی هم حتی به این موضوع اشاره کردن، گفتم منم بر اساس عدالت اجتماعی یک مقدار چپم، بر اساس آزادی‌های اجتماعی، حالا تا یه حدودی آزادی‌های اقتصادی، حتی شاید یک مقدار راست باشم بر اساس، البته ایشون دیگه باز ذهنیت مذهبیشون رو باز گفتن این یک مسئله شخصیه، گفتن حتی من ممکنه یه مقدار مذهبی باشم، و این البته راجع به من هم هست. حالا من اینها رو آوردم، اما خب این مسائل راجع به شخص من هم هست، من یک مثال گفتم. دقیقا من هم یک سری مسائل به این شکل هست، و اینجا هاست که اون ساختار زبانی در واقع اون خودش رو نشون میده که نیازش دقیقا حس میشه. که حالا ما دارم میگم، عرض کردم ما وقتی چپ میگیم خیلی ها خیلی چیزای دیگه فکر میکنن. باز از یه طرف این بررسی ها رو من همه این صحبت ها رو میکنم که دوستان نظرات خودشون رو هرچی بیشتر بیان بکنن، اما حتی این روش گسترش ساختار زبانی به چه نحو میتونه باشه، همین آگاهیه، همین رویه. چون دقیقا باز من یه چکیده ای از جلسه قبل رو بیان میکنم، باز هم خود خانم ثابت فرمودن رسانه ها یک بخشی از آگاهی رسانی رو دارن، اما رسانه ها هم باز خط مشی سرمایه گذاران خودشون رو دارن. بله. و رسانه آزاد و مستقل اونقدر، حالا این دیگه چیه، رسانه آزاد و مستقل اونقدر سرمایه نداره که بخواد صداش رو به همه برسونه، اما معمولا رسانه هایی که یک خط مشیه، حالا یک سرمایه گذار که حالا باز اون دارم میگن یک طرز فکر خاصی رو داره، خب اونها به خاطر سرمایه که پشتشون هست اون رسانه ها خیلی قدرتمندتر هستن و صداشون خیلی بهتر به مردم میرسه. من حالا صحبت هامو کردم، اما دوست دارم عرض کردم این حالت این که خانم ثابت بگم و من بگم، دوست داریم از نظرات بقیه دوستان هم بهره‌مند بشیم. خانم ثابت در خدمت شما هستیم. اجازه بدید ببینیم کسی میخواد مطلبی بگه. شما چند تا موضوع خیلی مهم رو اشاره کردید که میشه رو همش صحبت کرد. البته
یک چون ما به طور مشخص اگه یه بار دیگه عرض کنم که ما درباره ساختار زمانی و سطح آگاهی داریم صحبت میکنیم، با توجه به همین مطلبی که شما گفتید، دوستان چی فکر میکنن؟ آیا اگر حقیقتاً سطح آگاهی ما بالا بره، باز هم ما در گفتارمون از چپ و راست استفاده میکنیم؟ از یعنی از میخوایم که حالا گروه های چپ و راست وجود داشته باشن، از گروه مخالف و موافق صحبت میکنیم؟ یا اینکه یک نوع زبان دیگر رو به کار میبریم؟ و اگر قرار بشه یک نوع زبان دیگه رو به کار ببریم، به چه نوع آگاهی های احتیاج داریم؟ چه نوع سطح آگاهی ما باید به چه حدی برسه؟ ما چه پیش‌فرض هایی رو باید در الگوهای فکری خودمون تغییر بدیم که دیگه افراد چپ و راست نباشن یا مخالف و موافق نباشن، که بخوان در نهایت در بهترین حالت به صورت خطوط موازی در کنار هم باشن، بلکه بتونن در هم بافته بشن، بافته ای که معنادار باشه، یعنی انسجام اجتماعی به معنای واقعی. فکر میکنم که از دوستان بله آقای حبیبی دستشون بالا هست. آقای حبیبی در خدمت شما هستیم. درود، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم، خیلی ممنون از شما آقای منیری و خانم ثابت که باعث این گرد همایی شدن. من در واقع مطلبی که به ذهنم میرسه از صحبتهایی که شده بیان میکنم، امیدوارم که مرتبط باشه اهدافی که شما مد نظر دارید برآورده بشه، یعنی منظورم نسبت به سوالی که دارید. در واقع من میخوام بگم که ما شاید این یک امر طبیعیه که ما با آدم‌های مواجه هستیم که تعریف‌های نادقیقی از یک سری مفاهیم دارن، به خاطر اینکه خیلی از این آدم‌ها از نیازهای، یعنی نیاز به بقاشون به خطر افتاده سال‌هاست که اقدام کردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه نیازهای اولیه اونها وقتی به خطر می‌افته، شما اول در حقیقت به یک چالشی برمی‌خوره که یک کارایی برای اون انجام بده. پس در نتیجه ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که در یک سطح وسیع از جامعه به یک سطح آگاهی رسیده باشیم که همه بخوان یک جور دیگه ای رو، یعنی یک چیزهایی رو مطالبه کنن که برای ما خیلی عمیق‌تره. خیلی وقتا این چیزها بنیادیه به نظر من، ممکنه عمیق نباشه به لحاظ تفکری که اندیشه عمیق پشتش نباشه، ولی خیلی از آدم ها اومدن حقوق اولیه‌شون رو بگیرن. به نظر من حقوق اولیه که نیاز بقاشون رو فراهم میکنه صرفا، و این مسیر افرادی هم هستن که چشم‌اندازهای متفاوتی رو دارن برای جامعه و دنیایی که دارن، ولی این افراد کمترن. چرا؟ طبیعیه، چون سطح آگاهی در جامعه متفاوته. ما الان از یه جامعه صحبت نمی کنیم که سطح آگاهی عمیقی دارن، افراد به خودآگاهی خودشون کار کردن و خودشناسی خودشون کار کردن. ما از این جامعه، این جامعه نیست که من به لحاظ کیفی میگم، فکر نمی کنم آدم ها همین اینجوری باشن، یعنی قرارم نیست که اینجوری باشن. اگه اینجوری بود که الان ما اینجا نبودیم. الان آدم هایی هستن، یه طیف محدودی هستن که سطح آگاهی بالایی دارن، یه طیف سطح آگاهی بالایی به این مفهوم که اندیشمندن در جامعه و میخوان یک جایگاهی برای جامعه آینده فراهم کنن، یه افرادی هم هستن که نیاز اولیه‌شون میخواد برآورده بشه و بس سلام. و من فکر میکنم تو این فراینده که اونها به این فکر میکنن که خب حالا الگوهای فکریشون باید چگونه تغییر کنه، الگوهای رفتاریشون به تبع چگونه باید تغییر کنه و از چه ادبیاتی یا ساختار زبانی صحبت کنن. یعنی این هم یک فرایند رشده. پس در نتیجه انگار به نظر میاد در وهله اول این جزی از فراینده که اجتناب ناپذیره. ما باید این رو طی کنیم که باز آدم ها به یک چالش های بر بخورن که سطح آگاهیشون عمیق‌تر بشه. اما این سوالی که در واقع مطرح شد که حالا ما چجوری میتونیم به این قضایه نگاه کنیم که اصلا چپ و راست وجود نداشته باشه، موافق و مخالف وجود نداشته باشه، افراد داره یک چشم‌انداز واحد باشه، یعنی از یک پنجره به اون آینده نگاه کنن، پنجره‌ای که ارزش ها و معیار ها مشخص در اون جامعه. خب در واقع اون چیزی که شما ازش حرف میزنید، عدالت برای همه یه تعریفی داره و همه میدونن چه تعریف واحدی داره. این در واقع یک چیزیه که یک معیاریه که وجود داره و آدم ها میتونن چشم اندازش بکنه. الان این گیجی که ما در چشم انداز میبینیم به نظر من یک امری بدیهی و طبیعیه.
منظور این نیست که کاری براش نکنیم، منظور اینه که این هم جزء فرآیند رشده. من هم واقعا نمیدونم میشه چه کار کرد، ولی اینقدر سطح هیجان بالاست و اینقدر آدم ها شاکی هستن که شما نمیتونی این سطح از خشونت رو، یعنی نمیدونم میشه چه کار کرد. ممنون، موافقم اتفاقا. اگه اشکال نداشته من یه کوچیک بگم، برای اینکه هم در صحبت شما بود و هم در صحبت آقای حبیبی، اینکه ببینید ما همه الان تو گفتاری که همه ما سه نفر با هم داشتیم، یعنی ساختار زبانی که ما سه نفر به کار میبریم، این حالت وجود داره که هنوز هم افراد رو هویت‌هایی که افراد مشخص میکنن و با پیشینه‌هایی که دارن یا با نیازهایی که دارن یا با توقعاتی که دارن تعریف میکنیم. همونطور که اشاره شد اشکالی نداره در حال حاضر، و اگر واقعا ما میخواییم یک سطح آگاهی رو بالا ببریم، نمیتونیم هویت افراد رو گره بزنیم به مثلا به نیازمندی هایی که دارن یا به شاخصه هایی که از خودشون نشون دادن یا به الگوهای فکری که دارن یا هر چیز دیگری. به چه دلیل؟ به این دلیل که باز هم داریم توی یعنی در ساختار زبانی ما داره اینو نشون میده که ما هنوزم منتظریم که یه شاکله از قدرت تشکیل، یک ساختاری از قدرت تشکیل بشه یا یک گروهی از حاکمیت وجود داشته باشه که بر گروه بزرگتری در واقع اعمال نظر بکنه. حقیقت اینه که اگه ما بخوایم سطح آگاهیمون رو ببریم بالا، که حالا باز میتونیم در این باره صحبت کنیم، ممکنه ساختار زمانی ما به این شکل تغییر بکنه که گروهی که در واقع نظم اجتماعی رو حفظ میکنن و امنیت اجتماعی به وجود میارن، حاکمیت به معنای امروزی نمیکنن، بلکه در حفظ امنیت اجتماعی و نظم اجتماعی و اقتصادی تلاش میکنن و این قدرت تصمیم گیری و قدرت مشارکت در اختیار گروه بزرگی از مردم، در گروه در واقع کف جامعه است. در حالی که ما هنوز در نحوه گفتاری که الان با هم دیگه داریم این شکلی هستش که البته طبیعیه، من ردش نمی کنم، هنوز هم به دنبال این هستیم که اگر یک گروه ائتلافی به وجود بیاد و ما را از این سمت به این سمت ببره، ولی اگر به این فکر بکنیم که نه، ما می‌خوایم ببینیم چقدر همه افراد توانمند میشن که مشارکت کنند، که به دنبال راه حل با هم بگردن، چقدر گفتگوها، فضای گفتگوها به عنوان بزرگترین ابزار و اسلحه برای ایجاد تغییرات به جای خشونتی که مجبور شدن در واقع چیز بکنن، یعنی انجامش بدن، شاید واقعا این در نیست در درون خیلی ها. تا چه اندازه واقعا اینا تغییر خواهد کرد؟ میدونید به نظر میاد ما باید بتونیم علاوه بر این کمطور که گفتید بشناسیم که این وضعیت الان هست، بشناسیم چطور هم از توش میتونیم بیایم بیرون. شاید این یه قدم باشه، نمیدونم. بنده دیگه حالا دستم بلند کردم. من اتفاقا میخواستم بگم دقیقا همین تفاوت، همین بحث ساختار زبانی دقیقا اینجا برای منم دوچار مشکل شد. من اتفاقا این کلمه ائتلاف رو که به کار میبرم اصلا به عنوان حاکمیت نیست، در واقع به عنوان منظورم یک گروه هماهنگ کننده است. اتفاقا خیلی جاها وقتی کلمه ائتلاف رو به کار میبرم، خب من اشتباه در واقع به کار میبرم، ببخشید، در واقع من کلمه ائتلاف رو اشتباه به کار میبرم، چون ائتلاف در واقع یک مجموعه ای از احزاب سیاسی با تفکرهای سیاسی مختلفه، اما در حال حاضر توی شبکه های اجتماعی هم به این عنوان داره زیاد بولد میشه و دقیقا حق با شما است، من نباید این کلمه رو به کار ببرم. حالا نمیدونم، هنوز کلمه ای برده نشده، اما خب در واقع منظورم یک گروه هماهنگ کننده است. دقیقا اصلا قرار نیست اون اشخاص نقش حاکمیت رو داشته باشن و حتی همون ائتلاف هم صرفا تا بعد از پیروزی یا نه تا قبل از تعیین حاکمیت، شکل ساختار حاکمیت تا قبل از اون، یعنی بعد از پیروزی، و باز یه پروسه گذاری هست که باز من میگم حتی از اینهایی که در حال حاضر بحثشون هستم جداست، چون اون قسمت باز
یک سری اشخاص سیاسی باید باشن. به نظر من باید چند قسمت بکنیم. یکی بخش خیزشه که حالا توی جلسه قبل خانم بیژندی اسم چند نفر رو بردن. خب مثلا من حالا از جسارت ندارم، اما پشتوانه اجتماعیشونه که در واقع جزئی از این ائتلاف محسوب میشن، نه به عنوان آگاهی و اطلاعات سیاسی یا اجتماعیشون. این اون پشتوانه هست و در واقع حالا این اتفاقا این یه مشکلی هست. چرا جامعه ما باید بره پشت یک نفر، یعنی اتفاق حالا میتونیم بگیم سیاسی اما اجتماعی هم هست، چرا مردم باید برن دنبال روی، یعنی مد نظرشون اون آدم باشه؟ این واقعا از عدم آگاهیه. یعنی مردم باز باید به سمت کسی برن که یک جهانگیری متفاوتی داشته باشه، یک تئوری خاصی داشته باشه، یک گرایش فکری اجتماعی سیاسی اقتصادی خاصی داشته باشه. که من حالا عرض کردم آقای کریمی برای من فوق العاده عزیزه، اما ایشون رو جز این انسان ها نمیدونم، جز اون کسانی که صرفا گرایش، حتی من بازم میگم حتی اگر یک نفر یک گرایش خاص داشته باشه باز مردم نباید برن پشتش، یعنی کورکورانه نباید برن پشتش. اما اینجا یه مسئله پیش میاد، اینجا در واقع اون صحبتی که آقای حبیبی فرمودن در واقع مسئلهش پیش میاد. همه آگاه نیستن. خیلی وقتا ما به یک سری افرادی که به نظر خودمون توی مطرح کردن حالا اون ایدئولوژی ها یا حتی ساختار زبانیشون به نحوی که ما میپسندیم، اما تا یه حدودی قبول داریم، اما نمیتونیم اونقدر راجع به یک سری تئوری ها عمیقا بخوایم نظر بدیم. میگیم من به این آدم اعتماد دارم، مثلا من به این آدم اعتماد دارم دیگه، اگر این آدم اینو بگه چون من اطلاعات ندارم، چون من تا اون حدودی که مثلا میدونم این آدم رو انتخاب کردم، من به این آدم اعتماد دارم. و اینو من عرض کردم، این قرار نیست شما، یعنی من به شخص برای خود من، به نظر من به هیچ عنوان نباید شکل بت‌سازی به خودش بگیره یا شکل رهبرسازی. در واقع ما داریم نماینده میسازیم، در واقع داریم سخنگو از خودمون معرفی میکنیم، نه کسی که قراره نقش رهبری یا نقش تصمیم‌گیر رو باشه. در واقع باید همون طرز، باید در واقع اون خرد جمعی دخیل باشه 100%. و حتی همون ائتلاف هم، باز من مثلا کلمه ائتلاف رو بیان کردم، عرض کردم، باز منظورم باز بیشتر هماهنگی بود. حالا اینو من بر اساس یک سری، اتفاقا بر اساس یک سری تجربیاتی که توی همین 80 روز اتفاق افتاده، مثلا میگم این ائتلاف باید صورت بگیره، که حالا من یکی از دلایلش رو هم میگم. یکیش همین 14، 15 و 16 بود که دیدیم واقعا اعتصابات تا حد خیلی زیادی سراسری بود و درسته ائتلافی پشتش نبود، اما به خاطر یک سری تاریخ ها و پشتیبانی همه اشخاص، همه اون اشخاصی که قبلتر راجع بهشون صحبت کردیم، از این فراخوان اعتصاب باعث شد که این اعتصابات به شکلی کامل فوق‌العاده فراگیر اتفاق بیفته. در حالی که به هر حال تجربه‌مون نشون داد نمیتونیم از مردم انتظار داشته باشیم همه روزه در حال اعتصاب باشن یا همه روزه در حال اعتراض باشن. در حال حاضر هنوز به اون ظرفیت نرسیده. این بود نظر من. ممنون. اگر دوست دیگری یه مطلبی که شما اشاره بهش کردید و چند بارم اینجا اشاره شد اینه که حالا به اشکال مختلف اینو من میگم و بعد گوش کنیم به دوستان، این هستش که اصولا وقتی که یه نفر، ما پشت یه نفر قرار میگیریم، نه به خاطر، همونطور که شما گفتید، نه به خاطر دانشی که پشت حرفهای اون هست، بلکه حرفهای اون یا طرز فکر اون رو خیلی نزدیک به حرفهای دل خودمون یا طرز فکر خودمون میدونیم. این اشکالی نداره، ولی واقعا اگر ما صحبت از تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی داریم یا اینکه
چطوری سطح آگاهی مردم به دانش واقعی و به منابع دانش گره بخوره و آبشخورش اونجا باشه، نه مثلا فرض کنید تعبیرات و تعویلات و تفسیرات یک گروه خاصی از افرادی که در قدرت هستن، اون موقع متوجه میشیم که واقعا حتی اگر صحبت میکنیم از نمایندگانی از مردم که بتونن با همدیگه گفتگو بکنن و رفاه کل رو در نظر بگیرن، اون موقع نظرمون متفاوت میشه. یعنی نگاه به افرادی میکنیم که تا اندازه خیلی زیادی بینش های جهان شمول دارن، بینش هایی که نه فقط بتونه رفاه مردم ایران رو از ابعاد مختلف نگاه میکنه، بلکه رفاه مردم ایران باعث درد سر کشورهای همسایه یا کشورهای دیگه نمیشه. چیزی که امروز در روابط بین المللی در بسیاری از جوامع در کشورهای جهان اول میبینیم که چطوری برای نگه داشتن سطح اقتصاد خودشون مجبورن بعضی از کشورها رو در سطح پایینی از در یه سطحی از فقر نگه دارن. یا مثلا فرض کنید برای حفظ چرخه اقتصادی و یا ژئوپلیسی در واقع اون جغرافیای سیاسی خودشون مجبورن که در بعضی از مناطق همچنان درگیری و جنگ داخلی یا بین همسایگان وجود داشته باشه. ما چیزی که داریم دربارش حرف میزنیم در واقع داریم از یک سطح عمیق‌تری از آگاهی و دانایی که همه کس در واقع به نوعی، حالا من نمیگم سطح همه با هم یکی میشه، نه خب یک کسی بیشتر وقت میگم، ولی به این معناست که همه افراد دسترسی به این دانش دارن و تا هر اندازه دلشون بخواد میتونن عمیق بشن، ولی این دانش اولیه برای این موضوع حقیقتا مثل همون غذایی هستش یا نیاز بنیادینی هستش که حالا شما یا آقای حبیبی هم بهش اشاره کرد. و نه فقط وقتی از نیازهای بنیادی صحبت میکنیم منظورمون شغل و نمیدونم، نه فقط منظورم شغل و غذا و مدرسه رفتن و حقوق اولیه دیگه است. میدونید خانم ثابت، شما الان یه مطلبی رو فرمودید، بس همسان اینی که خب شما دارید میگید که حالا هر کسی به عنوان نماینده یا هر چیزی اگر مردم نخوان از اون زاویه نگاه بکنن، این معیار دانش شخصی که ما بخوایم فراتر نگاه بکنیم و نه صرفاً به خاطر اینکه با دلمون راه میاد بخوایم اون شخص رو نماینده خودمون قرار بدیم، این معیار چه معیاری میتونه باشه؟ به نظر من باز حتی اگر یک نفر از این زاویه نگاه بکنه، از این زاویه جهان شمول بودن ایدئولوژی و تئوری های یک شخص، حالا از همه لحاظ، باز این نشونه آگاهیشه. یعنی من معتقدم این دیگه یه جورایی ایدئالگرایانه هست که بخوایم بگیم که شما درست فلانی با نظراتت با فلان فکر با فلان گرایش نزدیکه، اما نگاه بکن ببین کدومش درسته، اما مثلا فلان چی درست تره. این به نظر من ایدئال گرایانه است، چون اون شخصی که اون افکار به نظر به دلش نزدیکه مطمئنا اون درست تره، به نظرش درست تره. من تونستم برسونم یا نه. و از یه طرف اتفاقا یه بحثی با چند از دوستانم پیشتر اتفاق افتاد سر دموکراسی، که دقیقاً بحث در این بود که من به دوستانم میگفتم بهترین تصمیم توی یک جمع، بهترین تصمیم صرفا درستترین تصمیم نیست. بهترین تصمیم تصمیمیه که کل جمع میگیرن. اون بهترین تصمیمه. شاید درستترین تصمیم یک نفر فقط توی اون جمع در واقع بهترین نتیجه رو بخواد بگیره، حتی با فکری که مثلا، یعنی همشون یک هدف رو در نظر گرفتن اما راه‌های مختلف. کل جمع یک راه آ رو میگه، یک نفر میگه راه ب، در حالی که راه ب راه درسته. اما به اعتقاد من وقتی جمع، وقتی اکثریت میگن راه آ، بهترین راه همون راه آه، چون جمعیت، چون یعنی من به اعتقاد من چون یک آدم دموکراتی هستم معتقدم اون راه آ درسته و نمیتونیم بیایم بگیم که خب
این شخصی که راه ب رو گفته که به اون هدف برسیم، با اینکه دانشش بیشتره و به قول معروف یه امتیازدهی بهش بدیم، یک امتیاز داریم بهش میدیم، اونو ممتاز میدونیم که بگیم خب این شخص الان بهتر میدونه و قاعدتا باید پیگیر این آدم بشیم، این حالا یک دانشی داره، حالا این امتیاز رو هم حتی من نمیدونم معیار رو چی قراره، چه چیزی قراره معیار امتیازدهی به این شخص باشه. من عرض کردم این موضوعی که شما میفرمایید درسته واقعا، اما یه چیزیه که همه باید بهش برسن، یعنی این که شما میفرمایید یک نفر رو به خاطر علمش صرفا قبول بکنیم، مطمئنن همونی که من به خاطر علمش میخوام قبول بکنم یک چیزی ازش دیدم که به عنوان علمش دارم قبول میکنم، وگرنه اصلا میگم علمش رو قبول ندارم، وگرنه دقیقا این مطلبی که شما میفرمایید. ببخشید زیاد حرف زدم جناب سگا خانم بیرجندی، در خدمت شما. درود عرض میکنم خدمت همه شما، خیلی عالی بحثایی که دارین و عذرخواهی میکنم من یه بخشی از بحث رو در واقع از دست دادم، اگر که صحبتم تکراری هست یا اگر حتی تا یه اندازه خارج از بحث شما هست معذرت خواهی میکنم چون یه بخشی از بحث رو نشیدم. اما راجع به همین ائتلافی که در واقع الان صحبت میشد، من صحبتهایی که شنیدم خواستم فقط نظرم رو بگم طبق البته آنچه که شنیدم، اون همین که اینکه چه اشخاصی در این ائتلاف هستن یا به چه کسانی باید در واقع این کردیت داده بشه که بخوان توی این ائتلاف حضور داشته باشن، خواستم فقط اینو بگم که الان ببینید تمام تلاش کسانی که خارج از ایران دارن زندگی میکنن با تحصناشون، با نامه‌هاشون، با تمام کارهایی که انجام شده، چند تا درخواست دارن که یکی از درخواست ها در واقع اخراج معذرت میخوام سفیرای ایران در کشورهای مختلف هست و دومی که به رسمیت نشناختن حاکمیت جمهوری اسلامیه و اینکه حالا به حال یک حاکمیت میتونیم بگیم تا اینجا که این کودک کشی رو کرده و به این صورت هستش. اما خب نکته که مهم هست اگر در تمام این دولت‌های غربی به یه توافقی برسن و بگن باشه ما جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسیم اما به ما اون چیزی که باید به رسمیت بشناسیم و معرفی کنیم، خب لزوم این حالا شورا، ائتلاف یا هر چیزی که اسمشو بخوایم بذاریم در درجه اول اینه که این شناخته بشه، یعنی عنوان بشه که این تعداد افراد سخنگوی مردم ایران هستن و میتونن تا زمانی که حالا جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمیشه و در زمان خلأ قدرت، یعنی یه مدت خیلی کوتاه کاملا موقت، یه تعدادی آدم حالا به عنوان اپوزیسیون باشه، خب ما اگر اینو عنوان بکنیم که نداریم چنین اپوزیسیونی، خب واقعا یه چیز خنده داره برای کشورهای غربی که حتی ایرانی ها مثلا یک اپوزیسیون هم الان ندارن که بخوان معرفی بکنن. ضرورتشو من از این لحاظ فقط میگم و اینکه قرار نیستش که اونا بخوان رهبری کنن، حالا چه به صورت فردی یا جمعی به مردم، فقط قراره که حرف مردم به گوش حالا همین دولت ها یا سیاست مدارا رسیده بشه که بتونن همینجور تصمیم گیری هایی به انجام بدن که تا زمانی که در واقع این براندازی به قول معروف یا برکناری جمهوری اسلامی صورت بگیره که تو زمان خلأ قدرت هم هرج و مرج کشور رو نگیره، چون واقعا به هر حال باید یه چیزی باشه که حالا از نیروی انتظامی یا ارتشش یا حتی کارمندا یا چیزایی که هست کار انجام بشه و میدونین واقعا این یه چیز وحشتناک اگر بعدش هیچ چیزی نباشه اتفاقای خیلی بدی میفته. من ضرورت اون رو از اینجا میدونم و متاسفانه حالا من صحبتی که شنیدم چون در واقع روی مسئله خود آقای رضا پهلوی و همینطور روی
احزاب صحبت شده بود که با فرد نباشه با احزاب باشه، با اینم موافقم، چون متاسفانه یکم به عقب بریم به قول معروف، چی میگن بهش، عقبه بعضی از دوستانی رو که قراره که اینجا شرکت بکنن رو نگاه بکنیم، متاسفانه زیاد مورد اعتماد مردم نیست. اینه که من فکر میکنم که حالا اگه واقعا با همون احزاب صورت بگیره خب خیلی بهتره، حداقل مردم این هر کدومشون اون اطمینانی که دارن از اون افراد وجود داره و اونجا میشه صحبتایی که حتی مردم در جریانش باشن که چه تصمیماتی داره گرفته میشه و چه صحبتایی میشه خوب پیش خواهد رفت. ولی امیدوارم واقعا همکاری کنم و دست از یک سری صحبت ها و در واقع حرص قدرت زدن ها و نمیدونم اینجور چیزا به لجبازی ها این حرف ها دست بردارن و کمک کنن به اینکه جلوگیری بشه در واقع از این کشتاری که در ایران داره صورت میگیره. عذرخواهی میکنم طولانی صحبت کردم، مرسی که زمان به من دادی. نه بسیار هم عالی. اگه اشکالی نداشته من دو تا سوال در مطالبی که ایشون گفتن بگم. آیا ما به این فکر میکنیم که میتونیم به جای یک ائتلاف چندین تا گروه ائتلاف داشته باشیم و بعد این چندین گروه ائتلاف نمایندگانی از اونها با هم مشورت بکنن؟ یعنی منظورم اینه که طبقه ای از گروه های ائتلاف در سطوح مختلف مردم به وجود بیاد و بعد اونا در یه گام بالاتر با هم مشورت کنن، از بین اونها با هم که صداهای بیشتری شنیده بشه، به جای اینکه متمرکز بشیم که از کدومی که از این احزاب یا از کدومی که از این افراد یا به هر شکلی باز هم نمادهای گذشته در واقع به نوعی در شیوه الگوهای فکری ما باشه، الگوی جدیدی از تفکر که اجازه میده از کف جامعه در واقع گفتمان شکل بگیره و به تدریج این پله ها یه در واقع وحدت فکر ساخته بشه تا برسه به یک شاکلهی که به نوعی نه حاکمیت هست بلکه به نوعی نمایندگان حقیقی از کف جامعه هست. یکی این موضوع هست. موضوع بعدی اینه که ما مرتبا اینجا هم هی چند بار حالا تکرار شده، در جاهای گروه های دیگه هم مرتب صحبت میشه که ما اگه از این نظام رد بشیم یا عبور بشیم یا عوض بشه، آیا میتونیم به جای اینکه مرتبا این مسئله رو بگیم نکاتی که میخوایم عوض بشه رو بگیم؟ مثلا فرض کنید یکی این که اگر مردم از شاکله حکومت ناراضی هستن، فضایی باید برای گفتگو وجود داشته باشه یا فضایی بدون ترس و واهمه از سرکوب باید وجود داشته باشه یا کشتار باید وجود داشته باشه برای اینکه خواسته هاشون رو بگن. یعنی ما دقیقاً اون چیزی رو که میخوایم تغییر بکنه بگیم، به جای اینکه بگیم مثلا فرض کنید این نظام بره یکی دیگه بیاد، به جاش درباره مسائل مسائلی که باید تغییر بکنه صحبت کنیم. اینطوری حداقل به قول خانم بیرجندی یک کمی بیشتر واضح هست که داریم دنبال چی میگردیم، یا حداقل چند تاشو میتونیم مطرح بکنیم و این به نوعی از این جو اینکه یک گروهی در مقابل یک گروه دیگه قرار گرفتن و این تنش رو هی داره بیشتر میکنه از بین میره. چون به هر حالش واقعیتش اینه، همونی که روبروی بچه ها ایستاده و شلیک میکنه بخشی از واقعا بدنه جامعه ایران هست، یعنی بخشی از خانواده ایرانی هست. حالا به هر دلیلی الان اگر ایستاده یعنی باید اینو قبول بکنیم که اون هم بخشی از ماست، بخشی از این خانواده است. و حالا ببینید یعنی چرخشی در این، به خاطر همین امروز داریم درباره ساختار زبانی و سطح آگاهی صحبت میکنیم، چرخشی در این گفتمان و مفاهیمی که افکار ما رو شکل میده باعث میشه که روابط هم تغییر بکنه. چون به هر حال الگوهای زبانی از الگوهای فکری نشأت میگیره. یعنی اگه من متنفرم و قصاص میخوام بکنم و میخوام انتقام بگیرم، همین فکر در گفتمان من گفتگوی من میاد و همین هم در رفتار من میاد. بنابراین ببینیم چه کار میتونیم. من
چیزی ندارم از این که ما داریم یاد میگیریم، کاملا قبول دارم هممون، چون تو این بار اولی که داریم به این شکل واقعا اینطور متمدنانه، ولی باز هم میتونیم روش کار کنیم که هی روز به روز بهتر بشه. بفرمایید جناب. ممنون. به یه نکته خیلی جالب اشاره کردیم. من قبلا چند سال پیش یه کتابی خوندم، یه PDFی در واقع منتشر شد، اسم کتاب دموکراسی لایه‌ای بود و حالا اتفاقا من در ادامه یک سوالی قبل‌تر راجع به صحبت شما داشتم که شما گفتید یک انسجام جدیدی بین مردم باشه. حتی همین کلمه جدید هم خیلی وقتها ما میتونیم ازش برداشت‌های متفاوتی بکنیم، یا اینکه مثل قدیمش نباشه، یا نه اصلا کلا یه چیز ابتکاری باشه، یه چیز کاملا جدید و مبتکرانه‌ای باشه که اصلا تا به حال نبوده. و حالا اتفاقا اون کتاب دموکراسی لایه‌ای دقیقاً همونجوری که شما فرمودید، دقیقاً سیستم ساختاریش به این نحو بود که حالا من کوتاه عرض می‌کنم، سیستم ساختاری که تعریف کرده بود برای یک حکومت به این شکل بود که از اعضای خیلی کوچیک، مثلا 10 نفر 15 نفر یک گروه یک نماینده تشکیل می‌دادن، دوباره همین نماینده‌ها دوباره یک نماینده دیگه تشکیل می‌دادن و میرفت تا بالا، که بعد هر کدوم دیگه این 10 نفر یک نماینده رو بین خودشون انتخاب می‌کردن، اصلا دیگه نیازی نبود خیلی از چیزها رو بدونن. اما من اصلا کلا همچین چیزی توی جهان تا به حال پیاده سازی نشده. آدم میگم مثلا شاید مثلا به نظر فانتزی میومد. این نویسندش هم حتی جالب اینجا بود، نویسندش هم برای اینکه اسمش مشخص نباشه ببر سفید نوشته بود، از اسم مستعار استفاده کرده اسم کتاب رو. اما یه مسئله دیگه هم من دارم از زمان زیادی استفاده میکنم، یه مسئله دیگه شما فرمودید راجع به این که بیان ببینیم مشکلات جمهوری اسلامی چیه. من میخواستم عرض بکنم این موضوع به نظر من یک موضوعیه که برای من به شخصه دیگه روشن شده است. چرا؟ چون بسیاری جاهایی که حالا من نمیدونم منظورتون چی بود که گفتید بگیم چه قوانینی میخواید، چون بسیاری از مشکلاتی که جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه حتی از همون قانون اساسیش داره نشأت میگیره، و وقتی بخوایم قانون اساسی رو تغییر بدیم در واقع جمهوری اسلامی رو کامل از بین بریم، یعنی همونه، یعنی این دوتا کاملا به هم بافته هستن. وقتی توی قانون اساسی آورده شده که بر موازین دین شریعت اسلام باشه، اما مردم میگن نه ما یک حکومت سکولاریسم میخوایم، خب اصلا کلا خود همین جمهوری اسلامی بیاد یک قانون اساسی سکولاریست رو در واقع پای ریزی بکنه، خب اصلا کلا دیگه جمهوری اسلامی نیست دیگه، اون اصلا کلمه جمهوری اسلامی پشتش نیست، اصلا کلا یک حکومت دیگه است. این که شما میفرمایید در واقع حالا باز همونهایی که مقابله این مردم افتادن باز دارن مقابله میکنن، باز هم همونها هم از مردمن، منم کاملا با شما موافقم. اما بیاین نگاه بکنید که یک دیدگاهی هست که توی جمهوری اسلامی هست که میگه حاکمیت رو خدا به ما داده، خب اینا دیگه واقعا مردم نمیتونن مقابلش بیستن، یعنی نمیتونن با این مسئله کنار بیان، میگن این حق رو ما داریم در مقابل دموکراسی بیستیم. حالا من نمیدونم مثلا با این مسئله چطور میشه دیگه گفتمان کرد، این که بخوایم بیایم بگیم وقتی شما اینو میگید دیگه من هیچ حرفی به گفتن ندارم، تنها راه هم مقابله مستقیمه، این که به قول معروف حذف قهریه، این که بخوام شما رو حذف بکنم، وگرنه چیز دیگه، یعنی من اصلا دیگه گفتمانی با شما ندارم. مرسی، ببخشید وقت زیاد صحبت کردم. جناب آقای حبیبی در خدمت شما هستی. متشکرم. ببخشید خانم ثابت، امکانش هست که سوال آخری که در آخر صحبتاتون قبل از آقای منیری مطرح کرده بفرمایید. آره، ببین من داشتم در ادامه صحبت خانم بیرجندی میگفتم که آیا میشه به این فکر کرد که به جای یک گروه ائتلاف، گروه‌هایی از ائتلاف در میان مردم تقسیم به وجود بیاد و
و بعد به ترتیب نمایندگانی از اونها دوباره با هم همکاری کنند و همینجور تا بیا جلو به شکلی که ساختاری که تشکیل میشه تا این نظم اجتماعی یا نظم سیاسی رو در واقع شکل بده یا متحول بکنه از بطن خود جامعه و از کف جامعه بشه، که آقای منیری گفتن که این در واقع تئوریش هم هست. و یکی این بود، و اگر میشه خب چطوری میتونیم اینو تمرین کنیم، و یکی دیگه سوال من در این اساس بود که ما چطوری میتونیم به جای اینکه خود کل در واقع این مطلب رو بیان کنیم که این نظام رو از بین ببریم یا هر چیزی، ببینیم اون چیزایی که واقعا باید تغییر بکنه چیا هستن. مثلا یکیشو خودشون گفتن، اشاره کردن، و خیلی چیزای دیگه که همه ما میدونیم، مثلا اینکه قدرت از خدا به یک فردی رسیده و بنابراین ببینیم ما میتونیم اینو موضوعی قرار بدیم، بگیم یکی از چیزایی که باید عوض بشه اینه و این الان دیگه وقتش نیست. یا یه موضوع دیگه این هستش که قانون باید بر قانون اساسی یک کشوری باید هم پایه اخلاقی داشته باشه، هم پایه حقوق بشری، هم پایه علمی داشته باشه. نمیتونه بر پایه تفسیرات یک گروه مذهبی که یک نگاه خاصی و ویژه‌ای اساساً مردانه برای تفسیر آیات خداوند دارند، در هر دینی، من درباره اسلام صحبت نمی کنم، در هر دینی میتونه اینجوری باشه، یعنی تفسیر مرد سالارانه از احکام دینی یا کلام خداوند، این نمیتونه اساس یک قانونی باشه برای قرن 21. قانون باید بر اساس هم اخلاق، هم این تفسیرها، هم علم و حقوق بشر و غیره و غیره. بنابراین اون موارد رو بیان کنیم. شاید در موضوعی بود که خانم بیرجندی گفتن و بعد در ادامهش توضیح دادن آقای چیز، چطوری ما میخواییم اینا رو عوض کنیم. این حرف روشنتریه برای عده زیادی تا اینکه بگیم نه اینجا این عوض بشه. خب بعد چی میشه؟ میدونید بهتر که درباره اینا صحبت بکنیم، هرچند که حالا ممکنه به قول آقای منیری تعبیرش اینه که این تغییر اساسیه، ولی به هر حال اینه که یک نگاه عمیق‌تری هست به تحول، به مفهوم تحول یا تغییر. این بود سوالات. خیلی ممنون. من فقط پس اولا ممنون، یه مروری برای من شد چون لحظات قطع می شدن. و اینکه یک جای صحبتتون این بود که بحث آگاهی فردی و چجور افراد دسترسی به منابع دانش داشته باشن که بتونن از اون استفاده کنن، درسته؟ خب در واقع من جایی که میخوام از این صحبت کنم، یعنی جایگاه من در صحبت، بحث توسعه فردیه. یعنی به چه میزان ما میتونیم افرادی رو کمک کنیم که افراد در واقع ویژگی خودشون رو رشد بدن و آگاهیشون رو بالا ببرن. و یه بحث دیگه هست، به چه میزان افراد متعهدن نسبت به اون چیزی که ازش آگاهی دارن. من خیلی وقتا تو جامعه ما افراد از نبود آگاهی رنج نمیبرن، از نبود تعهد نسبت به اون چیزی که فکر میکنن رنج میبرن. یعنی شما تو جامعه نگاه کنی، کسی نمیگه دروغ بده، دروغ خوبه، که همه میگن دروغ بده، ولی پاش که بشه همه دروغ میگن، چون منافعشون به خطر میفته. پس این یک سری چیزا تو هم پیچ میخوره. پس من دارم میبینم خیلی وقتا جامعه همون افراد آگاهن، یعنی یه سوال که میپرسیم میتونن کلی راه حل راه بدن، کلی نگاهی درست دارن، ولی در جریانی میافتن که میخوان یک عملی داشته باشن، در میدان عمل لنگ میزنن. یعنی در واقع ما فرهیخته وار رفتار نمی کنیم. به نوعی ما اندیشمندانه حرف میزنیم ولی فرهیخته وار رفتار نمی کنیم. برای همین من فکر میکنم خیلی وقتا ما چه کار میتونیم بکنیم که افراد متعهد در واقع، یعنی از این جایگاه هم در واقع گفتگو کنیم که خب حالا چجوری میتونیم افراد حمایت کنیم که نسبت به اون آگاهیشون تعهد داشته باشن. و مسئله عدم تعهد هم ترسه. یعنی ما خیلی وقتا آدم ها در جایگاه ترسن، برای اینکه فکر میکنن اگه من نسبت به اون چیزی که آگاهم رفتار درستی داشته باشم، منافعم به خطر میافته. در واقع یک مثال سادهش همون راستن یک قضیه است. شما یک جای راست میگی و منافعت به خطر میفته، حتی زندگیت به خطر میفته، ولی
ترجیح میدی دروغ بگی، پا روی ارزشات بذاره، ولی منافعت به خطر نیفت. کاملا با این موافقم، کاملا. یعنی رفتار مسئولانه نسبت به آگاهی یا دانشی که کسب شده، حقیقتا ما فقدانش رو نه فقط در فرد بلکه در گروه ها و حتی نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نه در سطح ملی که در سطح بین المللی هم میبینیم. معاهده های بین المللی خیلی زیبایی برای حفظ محیط زیست و حقوق زنان و آموزش و پرورش و کشاورزان و غیره و غیره داره امضا میشه، ولی واقعا تا چه اندازه افراد امضا کننده اون در سطح بین المللی، در سطح ملی، در سطح کشور خودشون نه تنها آگاهی رو در شهروندان خودشون به وجود نمیارن، بلکه اصلا اقداماتی هم برده، یعنی بودجه‌ای هم براش نمیشته نمیشه. این یه بحث خیلی خیلی ارزشمندیه که یه جایگاه ویژه خواهد داشت در گفتمانی که برای آینده ایران نوشته میشه، گفتمانی که برای آینده ایران باید رقم بخوره. من کاملا موافق هستم. ممنون. خانم پارسا در خدمت شما هستیم. صدا میاد؟ بله بله صداتون میاد، وقتتون بخیر. درود بر این جمع عزیز که میبینم مسائل خیلی روز مطرح میشه. در این مورد که صحبت شد تحولاتی باید در ایران، چه نوع تحولاتی انجام بشه که ما ایران بهتری داشته باشیم، این سوال برام پیش میاد که آیا ما باید در فکر این باشیم ایران بهتری برای ایرانیان ایجاد کنیم یا ایرانیان بهتری به ایران تحویل بدیم. گاهی میبینم ما اگر هر چقدر این سیستم رو عوض کنیم، سیستم حاکم، اگر محتوا درست نباشه هیچ فرقی نمیکنه. کاملا موافقم. دقیقا همون میمونه. پس ما چیکار کنیم ایرانیان بهتری، انسانهای بهتری، انسانهای با کیفیتهای بالا تحویل این اجتماع بدیم؟ مثالی که بیشتر به چشم میخوره مثل این که یه غذایی رو ما دوست نداریم، هی حالا بیاییم بشقاب رو عوض کنیم، ولی اگر تمام جزئیات این غذا خوب نباشه، اگر یا یه ماشین رو مثال بزنیم، اگر اجزا درست کار نکنن هیچ وقت این ماشین راه نمیفته. پس چیکار کنیم که تک تک اجزای سازنده، اجزایی که در حکومت دارن حکومت میکنن، بهتر انسانهای بهتری باشن؟ پس توجه رو اگر بیشتر به انسان سازی، ما این فرهنگ انسان رو بالا ببریم، این کیفیت بالای انسانی رو ما کشف کنیم، درکش کنیم و از این معدن جواهرات رو بیاریم بیرون و به اجتماع تحویل بدیم، شاید مشکل ایران ما حل بشه. متاسفانه ما میبینیم همیشه توجه روی تغییر سیستم بوده، ولی تغییر افراد چه رولی میتونه داشته باشه؟ نه خانم پارسا، من کاملا با شما موافقم. ما دفعه پیش هم نمیدونم شما تشریف داشتین یا نه، در این باره صحبت کردیم که نمیتونیم شاکله حاکمیت و قدرت رو از بطن جامعه و از نهادهای اجتماعی جامعه جدا کنیم و بگیم که اگر این شاکله عوض شد همه چیز درست میشه. نه، حقیقت اینه که همه ما در یک، مثل همین مثالی که شما میزنین، تو به هم بافته شدیم و فقط عوض کردن یک رنگ نمیتونه اون چارچوب رو تغییر بده، بلکه باید همش با هم دیگه تغییر بکنه. و این کاملا حرف درستیه. به همین جهت ازش که فکر میکنیم باید این گفتمان ها حالا امروز همین سطح آگاهی و ساختار زبانی، این همین رو داره میگه که تا چه اندازه اگر ما گفتمان هایی داشته باشیم که بتونه به نوعی الگوهای فکری ما رو تغییر بده، اساسا میتونیم منتظر یه سری تحولات عمیق‌تر و ریشه دارتری باشیم، بدون اینکه بخوایم در واقع تیر و کمانمون رو به سمت یک گروه یا یک ساختاری ببریم و بگیم که فعلا این بره، ما بعد ما تصمیم میگیریم چی کار میکنیم، چون به هر حال ما هستیم. میدونید هرچند که ممکنه سهم هر کدوممون یه ذره متفاوته، من اینو چیز ندارم که برای اونایی که گروه قدرت دستشون بود سهم بیشتری داشتن در به وجود آمدن شرایط حالا، ولی به هر حال هر کسی سهم، هر کدوم از ما سهم داشتیم، هر نهادی سهم داشت
و هر دوره از ما از نسل‌های متفاوت اینجا نشستیم، سهم داشتیم که این به اینجا رسیدیم. بفرمایید جناب مدیر. ممنون. من اول در ادامه صحبت آقای حبیبی نکته عرض کنم. یه بزرگی، حالا من دقیقا اسمشو میادم نمیاد کی گفته، یه جمله خیلی قشنگی میگه، میگه جوامعی که، حالا در ادامه صحبت آقای حبیبی و همچنین شما خانم ثابت، میگه جوامعی که ارزش‌ها رو فدای مصلحت میکنن سزای چیشون میبینن، سزای عملشون رو میبینن. و حتی همون جا، همون کشور شما فرمودید بسیاری از کشورها بسیاری معاهده ها رو امضا میکنن، البته این حالا در واقع یه جورای ایدئال گرایانه هست، اما بسیاری معاهده ها رو امضا میکنن بهشون عمل نمیکنن، اما مطمئنا این واقعا من معتقدم، یعنی نظم جهانی به هر حال، نه که یک چیز ماورا، نه، بیشتر به اون پدیده پروانه‌ای معتقدم، یعنی شاید اونها یک گوشه‌ای یک تأثیری بذارن اما مطمئنن بهشون برمیگرده، اما منطقی ها عرض کردم، نه ماورایی، منطقی بهشون برمیگرده. همون جوری که بسیاری از کشورهای اروپایی باعث عقب موندن بسیاری از کشورها شدن، بعد همون کشورهای جهان سومی الان برای خود همون کشورهای اروپایی معضل شدن از یک سمت دیگه. و این دقیقا من عرض کردم، من معتقدم جایی که حالا اینو گفتم. بعد یه موضوع دیگه، این بحث آگاهی، حالا اتفاقا من خودم برای خودم یه موقعی سوال بود، گفتم، میگفتم برای انقلاب زوده، مردم هنوز به اون سطح آگاهی نرسیدن که انقلاب کنن. بعد برای خودم سوال بود، خب حالا مردم به اون سطح آگاهی نرسیدن، اما آیا انقلاب نشه آگاهی مردم افزایش پیدا میکنه یا نه؟ من اینو درگیر این موضوع بودم که بعد نگاه کردم به جامعه توی ایران، نگاه کردم که مردم در حال حاضر شدیدن درگیر معیشت هم، اصلا فرصت نمی کنن به آگاهی فکر کنن، به کسب آگاهی فکر کنن، اصلا دنبال این مسائل نیستن. یا نه، حالا نه تنها معیشت، به خاطر سانسورهایی که میشه به اون سطح آگاهی نمیتونن برسن. همین الان یوتیوب ما این مطالب رو داریم بیان میکنیم، اما حتی نه توی این خیزش، قبل از این هم یوتیوب فیلتر بود. و از اونجایی که حالا این یه چیز فنیه دیگه، شما اگر بخواید از طریق فیلتر شکن وارد یه سایتی بشید، دو برابر حجم مصرف میکنه. من خودم توی ایران بودم وارد یوتیوب نمیشدم، چون حجم زیادی از اینترنت هم مصرف میکرد و کلا از یوتیوب استفاده نمیکرد. خب این یکی از رسانه های آگاهی رسانی در واقع حذف میشد. من باید این مسئله رو هم نگاه بکنم. من عرض کردم، من یه موقعی میگفتم خب این مردم هنوز زوده، هنوز مردم خودشون تکلیفشون با خودشون روشن نیست برای انقلاب، اما بعد الان از این طرف نگاه میکنم خب حالا مردم تکلیفشون روشن نیست، اما این یعنی الان انقلاب نکنن باعث میشه آگاهیشون افزایش پیدا بکنه، تو این جهت پیش میرن. الان بحث ساختار زبانی که الان پیش اومده بعد از به وقوع پیوستن این خیزش، در واقع الان خیلی از مفاهیم داره دوباره تعریف میشه، داره دقیقاً موشکافی میشه، تا پیش از این به این شکل موشکافی نشده بود، اما الان که داره موشکافی میشه. پس یعنی احساس میکنم اینها واقعا یک جورایی باید موازی پیش برن، نمیتونیم بگیم، یعنی این چیزی که من احساس کردم الان، نمیتونیم بگیم که نه مردم انقلاب نکنن، صبر کنیم آگاهیشون 100% افزایش پیدا بکنه و بعدش یک بارگی اون حالت ایدئال اتفاق بیفته. دیدم، یعنی اون چیزی که حالا من به عین دیدم مخالف این موضوع، یعنی نمیتونیم هم، و صد در صد از اون طرفم مخالفم، چون گفتم این که بخوان انقلاب بکنن و آگاهیشون توی همین سطح بمونه، که اون که واقعا به قول معروف فاجعه هست و ممکنه به فجایع خیلی بدتری منجر بشه. مرسی، من خیلی حرف زدم. نه من فهم خواستم بفرمایید خانم ثابت، شما بفرمایید. می‌خواستم فقط یه جمله بگم، کاش به جای که بگیم مردم بگیم ما،
چون ما بخشی از این مردمیم. قبول داریم. این خیلی واقعا اینو من قبول دارم، اما گاهی وقتا ببخشید، گاهی وقتا من خودم رو نمیتونم. میدونید الان داریم راجع به آینده ایران صحبت میکنیم، من خودم به شخص نمیتونم نماینده اون مردمی بدونم که اونجوری. اول از همه من دیگه، من الان توی آلمان هستم، نه توی اون شرایط بودم نه توی اون شرایط هستم، چون واقعا میدونم شرایط ایران خیلی سخت داره و نه مثل اونا دارم مبارزه میکنم. به خاطر این من نمیگم ما، البته این حق این میدونم منظورتون چیه، اما خودم را حتی توی اون جایگاه نمیدونم که بخوام راجع به مردمی که توی ایران هستن بخوام تصمیم بگم یا صحبت بکنم، وگرنه واقعا من دلم کامل با ایرانه، اما اونها جایگاهشون برای من به شخص خیلی بالاتر. من مطمئنم برای همه ما همین شکل است. منظور من از این که میگم ما بگیم، به خاطر اینکه باز دوباره این یه سطحی از آگاهی رو به ما نشون میده که من هر چقدر سهم داشته باشم بخشی از کل این مجموعه هستم. هر چی سهمم باشه، یه کسی واقعا سهمش الان اونی هستش که کف خیابونه و همه ما چقدر بهش احترام میگذاریم و چقدر ارزش داره کاری که داره میکنه و چقدر قلبمون باهاش میتپه، هر بلای سرش میاد ما هم یه زخم میخوریم، اشکمون در میاد، ولی واقعیتش اینه که همه ما از یه بدن، یک به قدری که قلب میتپه ممکنه این ناخن انگشت من کاری نمیکنه، نه، ولی همه ما هستیم. به همون اندازه که این ما در ایران معنا داره، این ما برای کل مردم جهان هم معنا داره. یعنی به همون اندازه هم این ما شامل مردمی که در افغانستان یا در یمن یا در سوریه یا در فلسطین یا در آفریقا یا چین یا هر جای دیگه هستن هم باید بخشی از این ما باشه. من فکر میکنم، من فقط صرفا به این دلیل گفتم، ببخشید. بفرمایید خانم برجندی. ممنونم. مرسی آقای منیری. یکم اینترنتتون فکر میکنم چیز هست، ضعیف هستش. مشکل شما هی قطع وصل میشین. ببخشید من قبل از که شما بگین مایکم باز کنم صحبت کنم. اول خواستم تشکر کنم از بانو پارس عزیز، صحبت بسیار خوبی داشتن و خب من همیشه خودم هم معتقد بودم به این که، حالا در ادامه صحبت ایشون میخواستم بگم که همیشه یه چیزی به اسم حالا بله قربانگویی، نمیدونم بت‌پرستی، تقدس‌گرایی، یا حتی این که مثلا پشت اسامی دیگران قایم شدن مردم بوده همیشه تو ایران، یا به همون صحبت اولیه شما که حالا اون پدر معابانه گفتی، من هم واژه در واقع پدر سالاری که تو بنیاد در واقع سازمان‌های ایرانی بوده مثلا همیشه بهش فکر میکردم و واقعا صحبت خوبیشون کردن. حالا اینو دوباره در ادامه صحبت آقای منیری عرض میکنم که این که گفتن هنوز مردم به اون درجه آگاهی نرسیده بودن که بخوان انقلاب بکنن و حالا به ادامه صحبتشون رو اشاره نمی کنم بهش، فقط این که من خودم به شخص نظرم این هستش که فکر کنم توی این 82 روز شده، دقیقا توی این 82 روز ما اول که هممون واقعا تفاوت داریم با 82 روز قبلمون و به هر حال داریم در ارتباطیم، حالا چه با خانواده چه دوستا چه خبرهایی که از ایران داریم میگیریم و واضحا این تفاوت رو در مردم هم در ایران یعنی میتونیم مشاهده کنیم. این کاملا قابل و من واقعا دارم میبینم تو ایرانم مردم دارن با همین انقلاب رشد میکنن، دارن با همین انقلاب تغییر میکنن. فقط تنها چیزی که وجود داره اینجا که باعث نگرانیه خیلی از کس دیگه میشه که حالا به حال آگاهی بیشتری دارن نسبت به این قضیه، در واقع اون جنگ روانی و اون چیزایی که از طرف خود جمهوری اسلامی به خاطر که مانع بشه از این جنبش و انقلاب مردم به وجود میاره که بخواد لطمه بزنه بهش، افکار رو به قول معروف درگیر مسائل دیگه ای بکنه. ولی باز هم خوشحالم که باز عده آدم هایی هستن که آگاه هم واقف هم به این قضیه و باز میان روشنگری میکنن، باز میان انقدر میان اطلاع رسانی میکنن که حتی اون کسایی که به قول معروف اگه بخوام بگم عامیانش و گول این حرفای جمهوری اسلامی رو خوردن، باز نظرشون برمیگرده، دوباره برمیگرده و این واقعا خوشحال کننده است واسه من و خیلی منم امیدوارم و میگم خود من تو این چند روز یاد گرفتم
تغییر کردم و تغییر رو حتی تو خانواده خودم که از همه به قول معروف برام مهمتره و ارتباط دارم، تغییر رو در اونها هم دارم میبینم و خیلی خوشحالم از این قضیه. و نکته آخری که میخواستم بگم فقط این بود که بعد از این پیروزی که به زودی فرا میرسه، در واقع وقتی قانون اساسی درستی باشه، وقتی آموزش باشه، رسانه آزاد باشه و تمام اون چیزایی که الان نداریم در پشت پرده سانسور و دروغ و روا نمیدونم رانت و فساد و همه این چیزا وجود داره، در واقع اونو کنار رفته بشه و به این صورت شکل بگیره، مطمئنن خیلی سریعتر مردم اون آگاهی که باید به دست میارن، چون آموزش در اختیارشون قرار میگیره و رسانه آزاد دارن، که این یکی از همون چیزایی بود که خانم دکتر ثابت از شما فرمودین که چی میخوان. خب این یکی از همون موارد مهمی بود که باید بهش اشاره کرد. مرسی، متشکرم، ممنون از زمانی که بودید. کاملا موافق هستم. بله خانم عزیزی، در خدمت شما هستیم. ممنون خانم بیرجندی. درود به همه عزیزان، مرسی از فرصتی که به من دادید. من در تایید حرف خانم بیرجندی عزیز می‌خواستم بگم که وقتی که ما صحبت از انقلاب می‌کنیم، طبیعتاً انقلاب ابعاد مختلفی داره. اینطور نیست که توی یک کشور انقلاب بشه و این فقط بیرونی باشه و یه نظام سرنگون بشه. من فکر می‌کنم که همه ما از درون و بیرون دچار تحول و انقلاب شدیم و این رو توی این 80 روز اینن داریم میبینیم. قدرت تحلیلمون متحول شده، شجاعتمون متحول شده، سطح بها دادنمون متحول شده و حتی سطح گفتمانمون، انتقاد پذیریمون در خیلی از جاها میبینیم که متفاوت شده، خیلی خیلی گفتگو پذیرتر شدیم. من چون تو ایرانم و دارم میبینم اون فضاهایی که از قبل از این داستانها بود و الانو دارم میبینم که چقدر فضاهای گفتگو یه تشنگی توش هست، انگار آدما دنبال اینن که ببینن چی درسته چی غلط، همش میخوان ببین. و یه چیزی که خیلی داره دیده میشه اینه که حالا حداقل داریم رشدش رو میبینیم، نمیتونم بگم که مطلقا وجود داره و به وجود اومده، اما داره رشد میکنه، اینه که انگار ما داریم یاد میگیریم که رو هر چیزی یه علامت سوال بذاریم، شاید بتونیم خوشبین باشیم که تفکر نقاد داره در ما شکل میگیره و چیزی که شاید تا حالا نداشتیمش. ما در پذیرش کامل بودیم، در تقدس گرایی بودیم، یعنی یه آدمی رو مقدس میکردیم و بعد هر چی که اون میگفت درست و غلط میپذیرفتیمش. اما انگار که ما میتونیم خوشبین باشیم به این که از این که آدمها رو مقدس کنیم داریم عبور میکنیم و شاید داریم نظارت میکنیم که عملکرد آدمها، طرز فکر اونها رو نقد بکنیم و آگاهانه بپذیریم. و به نظر من این رشد آگاهیه که تو ایران داره اتفاق میفته و به نظر من میتونیم بهش خوشبین باشیم که همین جوری که داریم پیش میریم این تحولات هم گسترش بیشتری پیدا کنم. آقای حبیبی عزیز اشاره کردن که ما در کنار آگاهی به تعهد نیاز داریم. به نظر من در کنار تعهد به مسئولیت پذیری نیاز داریم، چیزی که خانم ثابت به درستی روش تاکید میکنن که بیایم و از واژه ما استفاده کنیم به جای اینکه حالا تو ایران خیلی دارن اینو میگن که کاری به قومیتمون نداشته باشیم، کاری به اعتقادات دینیمون نداشته باشیم، چیزهایی که بین ما فاصله میندازه و مرز ایجاد میکنه رو بذاریم کنار و وقتی که ما میشیم یعنی من مسئولم و حالا بیام سهم خودم رو بردارم. ممکنه سهم من امشب صرفا شرکت کردن در این جلسه گفتگو باشه، ممکنه سهم من امروز مثلا رفتن به دیدن یک دوست و ایجاد فضای گفتگو باشه، اما حداقل من دیگه منتظر نیستم یه نیروی غیبی بیاد، یه کسی بیاد و مسئولیت منو هم برداره. وقتی که این ما گفته میشه، ناخودآگاه انگار که ما دنبال این میگردیم، خب منم هستم و منم این وسطم، حالا من چیکار کنم؟ مرسی از این که فرصت دادید. نه کاملا موافقم با شما که این مشارکت، حالا یک از دوستان می نویسند منظور ما از این گذار چیه یا این سطح آگاهی یک جور توهم نباشه. واقعیت اینه که وقتی که ما
به خاطر همین میگیم سطح آگاهی و ساختار زمانی با هم به شدت در رابطه هستن و به هم معنا میبخشن و عمر میبخشن، به دلیل اینکه وقتی ما از ما صحبت میکنیم و مشارکت، قرار نیست که همه ما سهم یکسان داشته باشیم، این بی‌عدالتیه، ولی قراره که همه ما سهم داشته باشیم، هر کس به اندازه خودش. و اینکه شما اشاره کردید که این تفکر نقادی داره شکل میگیره و به هر حال این تفکر نقادی میتونه با خشونت باشه، میتونه بدون خشونت باشه، میتونه محورطلب، میتونه سازنده باشه، میتونه مخرب باشه، ولی اون چیزی که ما داریم از این تفکر انتقادی میبینیم، همونطور که شما اشاره کردید، مورد پرسش قرار دادن نهادها و افراد و پیش‌فرض‌ها و الگوهای فکری یا رفتاری هستش که تا به حال به نوعی غیر قابل سوال می دیدیمشون، یعنی حالا یا مقدسشون کرده بودیم یا مقدسش برامون کرده بودن، ولی الان همه اونها مورد پرسش قرار می گیره. و این چرا؟ به دلیل این که نشون میده یک رشد فکری داره صورت می گیره، یا به قولن سطح آگاهی داره بالا میره. به همین دلیل نوع زبانی که ساختار زبانی که داریم هم متفاوت شده. ببخشید، بفرمایید جناب منیر. ممنون. چرا شما از خواهی میکنید؟ شما اتفاقا مهمان این برنامه. میخواستم عرض بکنم که من یه کامنتی بذارم روی صحبت آقای حبیبی و البته بکنم پیشتر یکی دیگه از دوستانم گفت راجع به ترس. من میخواستم بگم که ترس هم باز خود ترس هم از عدم آگاهیه. در واقع خیلی وقتا ما، یعنی من همیشه میگم ما نسبت وقتی میترسیم که آگاهی نداریم. من احساس میکنم اینترنت هم ضعیفه. من دوباره صحبت میکنم، باید فکرم اینترنت هم درست کنم. من ببخشید، عذر میخوام خانم بیرجندی، اگر امکانش هست چی بکنم که من اینترنت هم درست کنم؟ عذر میخوام، ببخشید. یا خودتون خانم ثابت، عذر میخوام. من الان خواهش میکنم بفرمایید، من صدای شما رو میشنوم. صداتون هست آقای منیری، اما مشکلی نیست، حالا تا اینترنتون رو که بشه من ادامه میدم. با اجازتون خانم ثابت عزیز، آقای افلاطونی گرامی رو بشنویم. درود بر شما جناب افلاطونی، بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی متشکرم، ممنون. من خواستم بگم که خانم عزیزی در تایید صحبت‌هایشان که واقعا جالب بود، این موضوع به خاطر من اومد که همچنین خانم ثابت راجع به این سوالی که دارند، به نظر من یکی از موضوعات کلیدی که در آینده ایران ما احتیاج داریم موضوع اتحاد یعنی وحدت در تنوع هست. یعنی ما بتونیم به احترام بذاریم به همه نوع اندیشه ها و قبول اینکه افراد متفاوتند، ولی در عین اینکه با هم متفاوتند ولی باید در عین حال وحدت وجود داشته باشه. یعنی ما بتونیم یک فضایی داشته باشیم که در اون همه بتوانند به آزادی با اینکه مخالف هستن با وجود این اتحاد داشته باشن و بتونن به آزادی هم به موضوع خودشون رو بیان کنن و همچنین بتونن عقیده های خودشون رو داشته باشن. و این فقط به طور مختصر خواستم بگم که این واقعا خیلی مهم هست و فکر کنم که با این شرایط که تحولاتی پیش اومده خیلی امید میره که مردم این موضوع واقعا درک بکنن. بله، کاملا درست. سپاسگزار از شما. آیدی ایران منو بشنویم خانم دکتر ثابت عزیز. بله درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم. ممنونم. میخواستم در ادامه صحبت‌ها در مورد آگاهی که صحبت شد و این موضوع خیلی مهمی که اشاره شد در مورد اینکه فضایی به وجود بیاد، یعنی ما نیاز داریم یه فضایی به وجود بیاد که آزادانه بتونیم حرفمون رو بزنیم و در این حالی که حرفمون رو میزنیم خوب هم بشنویم، یعنی هم
به گوش بی‌قضاوت نیاز داریم، هم به زبان بی‌قضاوت. بگم که اثر مثبتش در ادامه میتونه یک خرد جمعی باشه، یعنی خرد از این به وجود میاد که در کنار آگاهی افراد تجربه کنن، یعنی زندگی کنن آن چیزی رو که یاد میگیرن، و این وقتی توی کل اجتماع فراگیر باشه و کسی از حرف زدنش نترسه، کسی از یعنی کسی به خاطر اینکه حالا لهجه چه میدونم باور قلبی یا به خاطر هر چیزی برچسب نخوره و دور بشه از فضای جمعی که بشریت کلن در مجموع که ما همه جزوش هستیم هست، بسیار بسیار رشد خوبی تو کل دنیا به وجود میاد. کاملا نوشت، کاملا با این موضوع موافقم و فکر میکنم آقای منیری توی یک از صحبتاشون این سوال رو مطرح کردن و این موضوع رو خیلی در واقع وسیع بهش پرداختن و من میخوام اینجا یه بار دیگه روش تاکید کنم، به این دلیل که اونجا داشتن صحبت میکنن از اینکه دانش چه کسی و چطور این دانش میتونه در واقع اعتبار داشته باشه برای اینکه افراد بهش متوجه باشن یا سورسش این چه فردیه، این چه کسیه. من میخواستم بگم که با این درجه سطح از سطح آگاهی که صحبت میکنیم و ساختار زبانی که داریم بر اساس این سطح آگاهی میسازیم، الان اینجا متوجه میشیم که دیگه از فرد باید بیایم واقعا بیرون. این دانش ادغام دانش ها و تجارب هست که با همدیگه منبع قابل اعتماد تری به قول آقای منیری در وقتی که با هم مشورت میکنن به وجود میاره. چیزی که ما امروز داریم ازش صحبت میکنیم و این شعار واقعا پرمعنای زن زندگی آزادی، به معنای این زن به معنای جنس زن یا زنانگی واقعا چیزی فراتر از اونه، به این معنا هست که چطوری تجربه زنان جامعه که نیمی از جامعه هستند نادیده گرفته میشه در ساختار کلی دانش، دانشی که تصمیم گیری کلی برای کل جامعه، حالا چه ایران و چه جامعه بشری رو به عهده داره. بنابراین در یک فضای مشورتی که از ادغامی از دانش و تجربه افراد از پیشینه‌های متفاوت هست، منبع قابل اعتمادتر و سالمتری از دانش به وجود میاد که برای یک برهه از زمان میتونه مورد استفاده قرار بگیره و بعد بر اساس تجربه‌ای که بر اساس اون دانش کسب میشه یا کارکردهای اون دانش که تولید میکنه در واقع میتونه دو مرتبه پله بعدی از دانش و تجربه رو بسازه. من خیلی موافق هستم با این موضوع و فکر میکنم فقط یه تاکیدی کردم روی این، به یاد آوردم به جمع که این مسئله قبلا هم به وسیله آقای منیری هم مطرح شد. خیلی ممنون. ببخشید من اینترنتم مشکل داشت. من اون نکته که میخواستم عرض کنم یکی همون ماجرای ترس بود، گفتم ترسم باز از سر ناآگاهیه به اعتقاد من، و خانم بیرجندی به نکته اشاره کردن، گفتن رسانه ها باشه، شفاف سازی باشه. اتفاقا به نظر من این خودش نوعی آگاهیه، این که مردم بدونن که چیزی به نام این، به اعتقاد من چیزی به نام مصلحت وجود نداره که یک سری شفاف سازی اتفاق نیفته. باید کامل همه چی شفاف سازی بشه. توی جلسه قبل آقای رائی راجع به عقبه اشخاص صحبت کردن، گفتن اصلا اشکال نداره یک نفر عقبه بدی داشته، اما اگر به اعتقادش بده اعلام بکنه، اما این که بخواد، حالا من دارم مثال میزنم، نه منظورم چی نیم، منظورم مثال این که شفاف سازیه، اما اون شخص بخواد عقبش رو، اون پیشینش رو بخواد پنهان بکنه و شفاف نکنه، این مشکل سازه. این مشکل سازه. و راجب دقیقاً حالا راجب همین رسانه ها، اول از همین که من خانم عزیزی هم گفتن از ایران هستن، بهشون خوش آمد میگم و خیلی هم نکته خیلی خوبی گفتن، واقعا خوشحال شدم وقتی گفتن این علامت سوال توی اکثریت جامعه. حالا من
متاسفانه اونقدر توی جامعه ایران نیستن دیگه. اما ایشون دارن میگن این علامت سوال رو روی همه چی میذاریم، هیچ تقدسگرایی، هیچ بت‌سازی وجود نداره، همه جا یک علامت سوال هست. این واقعا به نوعی به نحوی برای خودش آگاهی محسوب میشه، پشت فکری. دقیقا و باعث همون خرد جمعی میشه. یک موضوع دیگه هم که میخواستم عرض بکنم، نه من همه موضوع رو بیان کردم، مرسی. ما یه فکر میکنم یه 15 دقیقه بیشتر وقت نداره، من میخوام یه سوال دیگه مطرح کنم و ببینم جمع نظرشون چیه. شاید خودم این سوال جنجال برانگیز باشه، ولی من این سوال رو از توی بطن گفتگوهایی که مطالبی که اینجا مطرح شد به ذهنم میرسه. اگر ما همچنان بر رابطه ساختار زبانی و رابطه ساختار زبانی با الگوهای فکری وایستادیم، یعنی این رو قبول داریم و فکر میکنیم که به نوعی بالا رفتن سطح آگاهی افراد به نوعی نوع گفتمانی رو که ایجاد میکنن تغییر میده و بنابراین نوع رفتار، آیا میتونیم انتظار داشته باشیم برای ادامه این خیزش و برای اینکه بتونه به سرانجام برسه با کمتر هزینه های کمتر جانی، در واقع منظورم هست قطعا هزینه های زیادی پرداخته شده و پرداخته خواهد هم شد، ولی اگر این هزینه های جانیش رو کمتر بکنیم، چون جان انسان ها واقعا با ارزشه از هر طرفی که میخواد باشه، هر چقدر میخواد این آدم نمیخوام بگم بد، ولی به نوعی نتونسته باشه نقش خوبی رو بازی کرده باشه، بالاخره جان یک انسانه، تا چه اندازه میتونه به نوعی این پیشرفت فکری یا سطح آگاهی در ما بالا بره که بخوایم با بخش هایی از ساختار حاکمیت که آماده تر میشن به مرور زمان به گفتگو بشینیم، به طوری که اونها هم در صف کسانی قرار بگیرن که حمایت کنن از تحولات. نمیگم منتظر این باشیم که بالاترین سطح این، ولی گروه های هستن که کم کم اضافه بشن به صف افرادی که به دنبال ایجاد تغییرات هستن، و این تا چه اندازه میتونه از طرف کسانی باشه که شکل دهنده خیزش هستن، یعنی قدم های اولیه رو اونا بردارن برای ایجاد جلب اعتماد و گفتگو. هرچند که میدونم خیلی این سوال جنجال برانگیزه و مشکله، ولی حداقل بعضی از نشانه‌هاشو میبینیم که اتفاق افتاده در بعضی از خیلی سطوح پایین‌تر این ساختار حاکمیت. ولی آیا میشه این چطوریه؟ چی فکر می‌کنید؟ بفرمایید. آقای حسن‌زاده شما بفرمایید، بعد از شما بنده صحبت می‌کنم. بله. درود بر همه دوستان، خیلی ممنون از سوالتون. اگر من درست متوجه شده باشم، در کل صحبتتون این بود که اگر تغییری توی نظام ایران اتفاق افتاد، نه مثلا آخوندها رو ببینیم که اعدامشون کنیم یا بکشیمشون، منظورتون این بود خانم ثابت؟ کلن اقشاری که فکر میکنیم تأثیرگذار بودن توی روند سقوط اقتصاد و روند سقوط منزلت ایرانی ها، اینا رو منظورتونه که مثلا حق حیاتشون پابرجا بمونه و بهشون فرصت داده بشه، منظورتون این بود؟ من به طور خیلی کلی صحبت میکنم که چطور اگر قرار تحولات ایجاد بشه، برای هر کسی سهمی در این تحولات دیده بشه، بدون اینکه اونها رو بخوایم به خاطر پیشینه هایی که دارن، نمیگم در واقع قضاوت نکنیم، منظورم اینه. بله، راستش خانم ثابت، من برمیگردم یه دو تا نکته عقبتر که دوستانو شنیدم، چون حالا گفتین فرصتم کمه، سعی میکنم تونتون بگم. یکی از بانوان، نمیدونم آیدی ایران من بود یا کسی دیگه بود، در مورد آگاهی و خوشحالی از آگاهی مردم صحبت کرد. ببینید، یک کمی عقبتر این قضیه رو نگاه کنم، من خودم بچه ایرانم، بچه ابتدای جنگم و جنگ رو تجربه کردیم، ترسش رو تجربه کردیم، اومدیم بالا
توی اون محیط سیاسی افتادیم توی تلاطم اصلاح طلبی و اصولگرایی و اینا، و تا اینجاش هم تجربه کردیم رفتیم جلو. محیط آموزشی برای آگاهی مردم ندیدن، یعنی محیطی آماده نبوده برای اینکه آموزش ببینن که به چه شکل برابری و عدالت رو توی جامعه حاکم کنن خودشون. اگر الان مردم شلوغ میکنن، حقشون رو مطالبه میکنن، چون گلوشون رو گرفتن، داره دست و پا میزنه، مردم ایران داره دست و پا میزنه که بتونه نفس بکشه، بتونه زندگی کنه. این دست و پا زدن دلیل بر آگاهی نیست، این یک غریزه است که طرف میخواد خفه بشه، این گلوش رو گرفتن دارن فشار میدن، خب باید چیکار کنه؟ به نظر من این رویا پردازیه که مردم آگاه شدن. من مثال میزنم، خیلی از همایش ها رو شرکت کردم، خیلی از صحبت های گروه های مختلف رو شنیدم تو همین ابتدای شروع این انقلاب و این جنبش عمومی. خب خیلی هنوز به آگاهی نرسیده، مخصوصا من انتظارم تازه از ایرانیایی که خارج نشینن خیلی بیشتره. اینکه طرف هنوز داره مقدس گرایی میکنه، اینکه طرف هنوز ببخشید هیچ تفاوتی نداره. من موقعی که مدرسه میرفتم تو شیراز، یه توی مسیر مدرسه هم زمین آزاد بود، اونایی که زنجیر پاره میکردن میمدن اونجا، و خیلی ها اصلا با ظاهرهای متفاوت میمدن دور این زنجیر پاره کنه، وای میسادن میدیدن، من میگفتم خدا اینا چی کار دارن میکنن، چه فضاییه، چه شلوغیه، و کسی هم نبود متوارشون. الان توی جامعه اروپا هم میبینم متاسفانه بعضی از گروه های انسانی به این شکله، اومدن زنجیر پاره کنه ببینن و اون زنجیر پاره کنه دارن بزرگش میکنن، دارن بوتش میکنن. خب این باعث سرفکندگیه. باورتون نمیشه خانم ثابت، من هرچی، شاید خیلی ها عقیدهشون چیز دیگه باشه، ولی من انقدی که هر روز هراس برای ادامه این جنبش و به نتیجه رسیدنش و به هر حال نتیجهش بعدش، حتی بعدش هراس دارم تو دلم، انقدر مطمئن به آگاهی عمومی نیستم، انقدر مطمئن نیستم که مردم بتونن دوباره. ببینین مثال براتون میزنم، یک دونه، یک نوع قانون اساسی الان میارن میزنن جلو مردم، میگن بهش رأی آری یا نه بده. مردم به جایی که بگن ما مطالعه میکنیم آری میدیم یا نه میدیم، باید گزینه های مختلفی داشته باشن برای انتخاب. یعنی منظورم اینه که با یک گزینه اصلا چیزی انتخاباتی وجود نداره، انتخاباتی نیست. بله باید گزینه های مختلفی وجود داشته باشه و مشارکت در نوشتن، باید مشارکت باشه. من حکم قیاس اینجوری معنی میشه که حداقل دو وجه، دو گزینه وجود داشته باشه حداقل. خب نمیدونم، شاید من دارم احساسی حرف میزنم، ولی من ترسم از آینده نتیجه این جنبش هی داره هر روز بیشتر میشه راستیاتش، مخصوصا ایرانی ها خارج از کشور رو که میبینم. نظر من بود، خیلی ممنون. نه خیلی موافقم با شما، صحبت های دقیقی بود. بله ممنون. ببخشید من در ادامه سوال شما خانم ثابت، من نمیتونم اون بدنه رو، یعنی باید من خودم به چند دسته تقسیم میکنم، این که اون بدنه معتقد هستن به این سیستم یا نه. اونهایی که معتقد هستن باز من بهشون امیدوارترم، بیشتر میتونم، به نظر من میشه باهاشون، خب به هر حال میشه باهاشون صحبت کرد، اما خیلی ها نه، معتقد نیستن. وقتی معتقد نباشه به این سیستم و همچنان توی این سیستم داره فعالیت میکنه، دیگه الان هر چقدر من بگم همونه، در فرقی به حال اون شخص نمیکنه، اون شخص همچنان توی اون سیستم داره ادامه میده. پس حالا توضیح دادن یا من ساختار زبانیم هم تغییر بدم، به نظر من هیچ تأثیری روی اون شخص نمیتونم بذارم. بعد برمیگردیم حالا به اون اشخاصی که معتقد هستن به این سیستم، اینکه بخوایم ساختار زبانیمون رو تغییر بدیم، باز دوباره برمیگردیم به اون قسمت که
این اعتقاد از چی نشأت میگیره؟ این اعتقاد اگر دوباره بخوایم بگیم به اون برگرده به اون حاکمیت خدا، باز هم فکر نکنم ما جواب بوش بتونیم این آدم ها رو بخوایم برگردونیم. حالا دیگه باید نگاه بکنیم، حتی این که شما میفرمایید دقیقا من هم خود من هم اتفاقا گاهی وقتا میگم اصلا مردم اعتراض نکنن، واقعا میگم این خود دغدغه‌های فکریمه، میگم مردم اعتراض نکنن حداقل به قول شما قربانی کمتری بدید، تلفات کمتری بدید، مردم فقط از طریق اعتصابات این خیزش رو پیش ببرن. بعد از اون طرف نگاه میکنم میگم خب اگر از طریق اعتصابات فقط بخوان خیزش رو پیش ببرن، یعنی این چندگانگی رو من همیشه باهاش دست پنجه نرم میکنم، اگر فقط بخوان از طریق اعتصابات این خیزش رو پیش ببرن خودشون فقیرتر میشن، بعد یک دفعه یعنی اون سختی و اون فشار به کل جامعه میاد. به هر حال وقتی درآمدی نباشه همونجوری که آقای حسنزاده فرمودن در واقع الان دست رو گلوشونه و بعد اون بدتر میشه، به هر حال باز به اون اعتراضات منجر میشه. یعنی واقعیتش من خودم هم همچنان نمیدونم، گاهی وقتا احساس میکنم همین رویه که داره پیش میره، یعنی اختزاج همینه، دقیقا همین خودش داره پیش میره درستشه. حالا به قول شما ما با یه حداقل سهمی داریم، بحث سر همین گفتمان هاست، بحث سر همین گفتگوها و بیان یک سری مطالبی که میگیم، و البته باز همون مسئله آگاهی هم، البته دیگه الان واقعا جلسه هم رو به اتمام متاسفانه، باز همون باز من توی ذهنم شما اگر نگاه بکنید توی فضای مجازی یک سری صحبت ها که پیش میاد همه میگن تمرکزمون رو بذاریم رو اعتراضات و اعتصابات، از اینها بذاریم که اینها رو بگیم مسائل رو بذاریم کنار. اتفاقا من حتی این رو هم جدا کردم، یعنی برای خودم که چه مطالبی رو بخونم چه مطالبی رو نخونم، به چه مطالبی بها بدم چه مطالبی نه، به چه مطالبی شخص من بها میدم. یه سخنی از یک بزرگی هست میگه، حتی نه ربطی نداره حالا اونو ولش کن، به مطالبی بها میدم که مربوط به تئوری ها باشه، مربوط به جهان بینی ها باشه، نه مربوط به اشخاص. دقیقاً مثلا فلانی، آره من کلی این کارو کرد، واقعا میگم این آره این دقیقاً تمرکزمون رو از روی خیزش داره برمی‌داره. اما این که یک نفر میاد میگه خب حالا اصلا کلا من برای خودم، من خودم مشتاق هستم که بدونم کدوم سیستم اقتصادی شاید بهترین باشه، یا حالا بر اساس برداشت شخصی که حالا جاش اینجا نیست، مثلا دنبال پیگیر این هستم، وقتی دارم راجع به سیستم های اقتصادی مطالعه میکنم مطمئنا تمرکزم از اعتراض و خیزش برداشته شده، اما به نظر من اتفاقا لازمه این اطلاعات رو کسب بکنم، این آگاهی رو کسب بکنم، یک چیز کلیه. اما اون قسمت، اما این که بخوام راجع به اشخاص صحبت بکنم، این دقیقا همون حواس پرتی است. من معتقدم این رو نباید چی بکنم. باز جواب سوالتون هم من به یه نحوی پاسخ دادم، دوست داشتم بقیه هم مشارکت بکنم، و البته اگر امکانش هست حالا زمان داریم خانم ثابت، حالا نمیدونم اگر این بحثتون که ادامه دارتر هست که به امید خدا یک جلسه دیگه داشته باشیم، و اگر ادامه دارتر نیست حداقل این سوالتون رو تا یه حدودی جواب بدید. مرسی. من خیلی خوشحالم که البته میتونیم با موضوعات دیگه رو با توجه به فهم امروز در بیاریم و ادامه بدیم گفتگو رو، ولی ببینید به همون شکلی که شما گفتید الان مثلا فکر میکنم تعداد خیلی بیشتری از ماها داریم سیاست‌های الگوهای مختلف سیاسی و الگوهای مختلف اقتصادی رو بررسی میکنیم، و خیلی جالبه که حالا من درباره خودم میگم دارم بیشتر به این نتیجه میرسم که لزومی نداره یکی از بین همه اینها، ممکنه ترکیبی از چند تاش با هم بتونی یه الگوی اقتصادی مناسب برای مردم ایران باشه، چون کشور ایران یه کشور چه به لحاظ جغرافیایی، چه به لحاظ معادنی که داره، چه به لحاظ تنوع مردمی قومی، همه اینها میتونه یک و تجاربی که داره میتونه یک ترکیبی از چند سیستم اقتصادی یا ترکیبی از دو سه تا مثلا فرض کنید چند تا از ساختارهای سیاسی رو با هم داشته باشه که بتونه با هم کار کنه. اینا همه چیزایی که صحبت، ولی درباره اینکه خودم چی فکر میکنم، ببینید
ته ته بزرگترین جنگ ها، حتی جنگ جهانی دوم، حتی بگیریم نه جنگی که در خود ایران بود، تهش با گفتگو حل شد. حتی میخوام بگم اگر سوریش هم در نظر بگیریم، حالا جنگ جهانی دوم در نظر بگیریم، وقتی سربازا واقعا با همدیگه موقع کریسمس بدون اینکه نگاه کنن کی دوسته کی دشمنه، کدوم کی مال کدوم کشوره، با هم سعی کردن آواز کریسمس رو بخونن تو اون شب برفی، بعد به این نتیجه رسیدن که قرار نیست روبرو هم دیگه وایستن. و همین شاید یه نقطه از این شد که شروع شد و کم کم به این رسیدن که باید وایستن، یعنی یه جایی باید وایستن. حقیقت اینه که ما انسانیم و قوای عاقله ما به ما اینو میگه که با همه این که عصبانی میشیم و داد میزنیم و نمیدونم همه اینایی که من کاملا هم میگم حقمونه و باهاش موافق هستم، ولی ته تهش اینه که باید همدیگر رو بشنویم بدون قضاوت، همونطور که یکی از دوستان گفتن، و بدون قضاوت کردن هم حرفمون رو بزنیم، بدون اینکه و سعی کنیم به یک نقطه محور وحدت برسیم، یه جایی که ما رو به هم، یه نقطه‌ای که ما رو به هم وصل کنه. حالا در چه سطحیش من نمیدونم، ولی واقعیتش اینه که و خیلی سخته که فکر کنیم کسانی که یه عده، اگر ما میخواییم هدفمون ایجاد عدالت هست، ابزاری که برای اجرای عدالت داریم غیر از ابزار عادلانه باشه، یا اگر ما میخواییم هدفمون ایجاد آزادی هست، ابزاری که برای ایجاد آزادی داریم سرکوب باشه. میدونید باید وسیله حقیقتاً با هدفی که میخواییم برسیم با هم بخونه. یعنی حتی برای کسانی که برای سالها میدونیم که به خاطر ناکارآمدی، به خاطر عدم دانش و اطلاعات کافی اونها، سرنوشت اقتصادی کشور به یه جایی رسیده که درصد خیلی زیادی از مردم حقیقتاً نمیتونن به نیازهای اولیه خودشون پاسخ بدن، اگر قراره که عدالتی وجود داشته باشه در اون آینده، همین افراد هم باید ابزاری که برای مجازات اونها هست عادلانه باشه. میدونید؟ برای اینکه همون کسی که بلده چجوری خراب کنه حتما بلد بوده که چجوری درست بکنه، ولی راه غیر سازندش نمیدونم. اینا چیز تفکرات خیلی شخصیه، لزومی ندارم بگم، ولی میگم حالا در ادامه بیشتر صحبت میکنیم. ولی خیلی خیلی ممنون از همه شما و مخصوصا شما جناب مدیری صرف خانم بیرژندی به خاطر این فرصت هایی که فراهم میکنیم برای گفتگو. بنده هم از شما ممنونم و فقط شما از تمام بزرگ دستشون در نکنم زحمت کشیدید دیگه، به قول معروف تحمل کردید منو حالا از صحبت های بقیه که استفاده بردید. نه خیلی عالی بود، عرصه. مرسی دیگه. حالا وقت به آخر جلسه همونم رسیدیم، من دوباره کوتاه راجع به جلسه میگم که جلسه به صورت هم‌اندیشی و تریبون آزاد بود و موضوع جلسه هم حق اعتراض، هویت مشترک و آینده اعتراضات، سطح آگاهی و ساختار زبانی، که در واقع در ادامه جلسه پیشین فکر کنم کمیته جوان دانشجو بود با حضور سرکار خانم دکتر رها ثابت سروستانی استفاده بردیم. واقعا از صحبتاشون، نه تنهایشون، از بقیه دوستان هم استفاده بردیم. ممنونم، سپاسگزارم، تا دید.